خب حالا یه ذره بدید، پس ما بریم سراغ تمرین سری سوم و ببینیم که به چه صورته. من ابتدا صورت سوال رو با شما شیر کنم. خب ما یه سه تا مسئله تقریبا فصل هفتم توی این تمرین خدمتتون دادیم، سوالات هم سعی کردیم، حالا سوالات همچین امتحان خیزی باشه، یعنی برخلاف سوالاتی که فصل 9 توی این تمرین اومد. البته بنده هم ترش نکردم، بنابراین اگه سوالی سخت و عذاب آور و دردناکی بوده میتونید اون لن نفرین ها رو به اون یکی تیوی بفرستید. من باور کنید فقط من سوالی فصل 7 رو ترک کردم، خیلی هم باخبر نبودم از اینکه سوال فصل 9 چیه تا همین اواخر. بعد که خودم رفتم دیدم و جویای پاسخ ها شدم، متوجه شدم که سوالاتم مقاله است و مقالاتش هم مقالات جونداریه و برای همین سوالی نیستش که شاید خیلی شما رنگ و روشون رو تو امتحان ببینید. مثلا اون سوالی که شاید مثلا خیلی به در امتحانتون بخوره توی حوزه شیر سورت میتونه اون سوال چهار قسمتی باشه که ما یادم سر تمرین دوم یه حل تمرین براتون گذاشتیم، سوال فصل 1 و 2 رو حل کردیم. فصل 2 پرهامی اون انتهاش یه دونه سوال خیلی خوب داشت تو حوزه شیر سورت که اون مثلا میتونه سوالای تو اون سبک سوال مناسب تن. ولی سوالاتی که به حال الان توی این تمرین برای شما حضور داره سوالات چالشی تریه و سوالات هم همش مقالات بوده، یعنی شاید اگه نتونستید حل بکنید یا اگرم حل کردید دیدید خیلی طولانی شده یا یه جایی شده که نتونستید پیش برید طبیعیه. خلاصه میگم سوال هایی نیستش که خیلی به در امتحانتون بخوره. فصل هفتم من یه سوال از دانشگاه ETH دادم، همین سوال اولشه که 7 موردیه و سوال آسونی هم هست. سوال دورم از کتاب CLRS دادم و سوال سه هم از کتاب های پرهامی که البته یه سوال دیگه هم از پرهامی حل میکنیم که خیالمون راحت بشه فصل 7 مشکل نداشته باشه، چون قطعا یکی از سوالاتی که شما فردا سر جلسه امتحان خواهید دید مربوط به سورتینگ نتورکه، یکی از مباحثی که آقای دکتر قدسی خیلی بهش علاقه داره و مثلا شیرد مموری یا پیرم هم که قطعا فرد شما مثلا ازش سوال دارید، اما مباحثی که محال ممکنه ازش سوالی نیاد، برای همین اهمیت بالایی داره و منم تاکیدم روی این بود که شما حتما فصل 7 رو روش مسلط باشید و بلد باشید حل بکنید که خدای نکره برای ما موزل پیش نیاد. برای همین حالا امتحان پس فرداست دیگه، من گفتم فرداست، نه امتحان پس فرداست، سه شنبه صبح. ما حالا فردا بریم ببینیم که از دانشگاه کلاسی چیزی هماهنگ بکنیم که مثلا میگم شماره کلاس چجوری و اینا، حالا اونا رو بهتون اطلاع میدیم، ولی نه امتحان سه شنبه است. ما اگه گفتم اشتباه گفتم. خب سوال اول یه سری سوال خیلی اتفاقی چیز کنم، من فکر کنم فایل سوال و جواب نه حقیقتا، چون تایم کلاس یه تایمی که همه اتفاق نظر دارن رو اومدنش. یه لحظه من دوستان شنونده، من این لحظه گوشم سایلنت کنم. من چون فکرم فایل سوالا و جوابا رو یکی کردم، همون اونو بیارم بالا که جوابام باشه در کنارش. ویزه بدید من فقط پیداش کنم، گوشیمونم سایلنت کنیم که وقت کسی مزاحم نشه. خب فکر کنم اینه. آره، که سوالات اینجا هست و جوابشم من برای شما الان قرار دادم روی سایت که میتونید ملاحظه بکنید و ببینید. به طور خاص سوال اول میگه که ما یه شبکه مرتب ساز داریم، احتمالاً این سوالا رو همتون درست حل کردید، برام خیلی سریع میگم و رد میشم که مثلا با این ویژگی ها هستش. و سوال اولی که میپرسه اینه که
آیا این شبکه درست داره عمل میکنه یا نه، که شما میتونید اثبات بکنید نه، شما مثلا اگه به عنوان ورودی 001000 رو بهش بدید، به عنوان خروجی یکی چیزی به شما برمیگردونه که خب این غلطه، به این خاطر که یک بعد آخرین عنصر این رشته باشه، ولی تقریبا میبینید که درست سورت نمیشه، بنابراین یک شبکه مرتب ساز اشتباه هست و درست نیستش. با فرض داشتن هر نوع شبکه مرتب ساز درست و اضافه کردن یک مقایسه کننده به انتهای آن باعث خراب شدن ویژگی مرتب بودن میگردد. خب این غلطه، به این خاطر که شما اگه یه شبکه مرتب ساز درست داشته باشی و آوتپوت آخرت سورت شده باشه، هر جا شما در آخر این شبکه مرتب ساز اگه یه مقایسه کننده بذاری، خب یه چیز سورت شده رو بگیره، همون سورت شده میده بیرون دیگه. وقتی شما یه چیز سورت شده بهش بدی، یعنی تو سیم بالایی داری کوچیکر رو میدی، تو سیم پایینی داری بزرگتر رو میدی، یا در دیگه تو مثلا توی حالتی جفتشون با هم هم مقدارن، بنابراین جاهاشون عوض نمیشه و در نتیجه حاصل به صورت سورت شده میاد بیرون، که انجام فکر کنم همینو گفته دیگه. A comparator leaves a sort sequence intact. من فقط اینجا چون سوالا رو داشتم میدم، نمیشه دیرتر باشه، حقیقتاً چون تایم کلاس هست، اتفاقی که میفته اینه که کسی نمیتونه بگه من اون تایم کاری دارم، برای همین یه تایمی که معمولا همه سرش اتفاق نظر داریم برای برگزاری، اگه بخوایم تایمش عوض بکنیم داستان میشه و اینا. بعد دیگه وضعیت هم شما ببینید دیگه، الان مثلا ما بخوایم هماهنگیشو با جناب دکتر انجام بدیم، قطعا هماهنگی طولانی خواهد بود و شاید به نتیجه نرسه و بنابراین بهتره که کارش نداشته باشیم، همین چیزی که هستش رو پیش ببریم. سوال سوم، با فرض داشتن هر نوع شبکه مرتب ساز درست با اضافه کردن یک مقایسه کننده به ابتدای آن باعث خراب شدن ویژگی مرتب بودن نمیگردد. خب اینم درسته. چرا؟ به این خاطر که شما زمانی که یه شبکه مرتب ساز درست داری که داره درست عمل میکنه، خب داستان اینه که شما هر نوع اینپوتی که بتونی بهش بدی و به نوعی باز بتونه سورت بکنه دیگه. حالا من اینکه اومدم یه کامپریتور اولش اضافه کردم، انگار دارم اون اینپوتو یه شافلی میکنم، یه جابجایی روش صورت میدم، ولی مهم نیست به هر حال، چون این قراره رو هر نوع اینپوت سکونسی درست کار بکنه، اونم موقعی که من اولش کامپریتور بذارم، اینپوت سکونسی که مثلا اون کامپریتور رد بکنه، باز یه اینپوت سکونسی که مداره من باید بتونه مرتبش کنه، مرتبم میکنه دیگه. یعنی اینم فکرام حرفی که اینجا ما زدیم و اینم زده و بنابراین فکر نمیکنم بحث روش باشه. خب اینم از این سوال چهار. فکر کنم هر شبکه مرتب ساز درست نیاز دارد که حداقل یک مقایسه کننده بین هر دو سیم متوالی خود داشته باشد. خب اینم بدیهیه که درسته. برای اینکه بخوایم اثبات بکنیم، میتونیم بیایم فرض کنیم که ما یه شبکه مرتب ساز داریم که مثلا این بین سیم آیون و سیم آیه به علاوه یکمش مثلا هیچ کامپریشنی صورت نمیگیره و هیچ مقایسه‌ای رخ نمیده. بنابراین حرفی که ایشون میزنه اینه که موقعی که ما به این ورودی بدیم که مثلا عنصر آی بزرگتر از آی به علاوه یک باشه، با فرض اینکه مثلا آی اینجا، آی به علاوه یک اینجا، من چون قلم نوری نرم شاید خیلی خوشگل نشه، ولی اگه این مثلا آی باشه، این میشه آی مثلا به علاوه یک. خب مثلا من بیام اینجا بزرگتر بدم اینجا کوچیکتر رو، وقتی مثلا بینشون هیچ کامپریتوری وجود نداره، در نتیجه اینا هیچ وقت جابجا نمیشن و اتفاقی که میفته اینه که حاصل من هیچ وقت مرتب نمیشه، بنابراین به کانترادیکت میخورم و میتونم بگم که چنین اسی وجود نداره. حالا باز این جوابی هم که اینجا نوشته رو شما میتونید بخونید و بررسی بکنید. بازم هر شبکه شامل تمام دو از n مقایسه کننده میانه هر دو سیم از n سیم موجود، یعنی من بین هر الان مثلا فرض کنید که من n تا سیم دارم، میگم آقا شما دو از n تا میتونی سیم انتخاب بکنی و موقعی هم که این کار کردی با هر ترتیب دلخواهی مقایسه کننده بذار و شبکه مرتب ساز بساز، اون شبکه مرتب ساز درست عمل میکنه. که اینجا یه مثال نقض میزنه، شما فرض کنید که من یه شبکه مرتب ساز دارم با سه تا پورت ورودی، درسته؟ خب اتفاقی که میفته اینه که دو از سه فکر میشه سه دیگه، درسته؟ یعنی من این دوتا سیم رو با هم وصل کنم، این دوتا سیم با این دوتا سیم. حالا بحثی که هست اینه که ترتیب اینا، مثلا گفته با هر ترتیب دلخواه، مثلا حتی اگه اینو میورم یکمی جلوتر، یا مثلا اینو میورم عقبتر، اینو میورم جلوتر، یا اینو میورم عقبتر، در هر صورت میگه با هر ترتیب دلخواه بین این مقایسه کننده و من اگه بذارم، باز یه شبکه مقایسه کننده درست، یه شبکه مرتب ساز درست بهم بده. که خب میاد یه مثال نقض میزنه دیگه،
الان من یه شبکه مرتب ساز با 3 تا پورت ورودی دارم که 2 از 3 تا هم که میشه 3 تا 3 تا مقایسه کننده هم دارم و با این ترتیب گذاشتم. بهش ورودی 110 میدم، 110. اتفاقی که میفته خروجیش میشه 101 و در نتیجه همونطور که می‌بینید مرتب نیست. چرا اگه می‌خواست مرتب باشه باید میشد 011 که نشده. پس بنابراین اینم غلط. راحت خداییش ببین من سوالی که من دادم خدایی سوال راحت‌تری بود بنظرم. نمی‌دونم. با فرض داشتن هر نوع شبکه مرتب ساز درست با اضافه کردن یک مقایسه کننده به هر جای دلخواه آن باعث خراب شدن ویژگی مرتب بودن نمی‌گردد. این غلطه. حالا اومده اینجا مثالی هم زده و گفته که مثلا ما الان این شبکه مرتب ساز درست رو داریم، اگر من یه مقایسه کننده اینجا اضافه بکنم باعث غلط شدن به نوعی این شبکه میشه و در نتیجه بهتره که این کار صورت نگیره. که خب اینم یه مثال نقضه، شما میتونید باز ببینید. یه دیدگاه دیگه هم بهش پاسخ داده که خیلی پاسخ قشنگیه. اون دیدگاهی هم که هستش دیدگاه بایتونیکه. همونطور که میدونی دنبال بایتونیک مثلا یه چنین دنبالی میشه دنبال بایتونیک که ایه تا یه جای سعودیه و ایه جایی به بعد نزولیه، یا مثلا این میشه دنبال بایتونیک ایه جایی نزولیه و ایه جایی به بعد سعودیه. و خب البته بحثایی هم هستیه که مثلا آیا تمام سعودی یا تمام نزولی و ما بایتونیک در نظر بگیریم یا نه، که میان میگن اوکی اینو کات کن بعد برو اینجا شیفت بده مثلا یه چنین چیزی بشه و در نتیجه مثلا میگیم اوکی اگه من چنین کاری بکنم بایتونیکه. بنابراین دنباله که بایتونیکن رو با شیفت هم تعریفش میکنن دیگه. یعنی میگن من اگه اونجا یه قسمت این رشته رو کات بکنم و یه شیفتی بدمش، روتیتش بدم، روتیت نه شیفتش بدم، اتفاقی که میفته اینه که اون دنباله همچنان بایتونیک. خب یه بحثی که هستش اینه که شما مثلا موقعی که داشتید الگوریتم مرتب سازای بچه رو میخوندید، یه ایده این بود که من بیام رشتهامو یه جوری سورت بکنم به عنوان ورودی موقعی که میخوام بدم که رشته رو اگه مثلا دو تا رشته اگه به هم بچسبونم بایتونیک بشه. یعنی چی؟ میومد اینجا یه بلاک میذاشی که بالا به پایین سورت میکرد، اینجا هم یه بلاک میذاشید که از پایین به بالا سورت میکرد. خب بنابراین اینجا میشد سعود، اینجا مثلا میشد به نوعی سعودی، اینجا به اینجا میشد نزولی. بنابراین اینجا یه دنبالی بود که ابتدا سعودی بود بعد نزول میشه و این میشد بایتونیک. حالا اینو میدادیم و سورت میکرد و اینا که اونم داستانای خودش داشت دیگه که حالا جلوتر برسیم حتما یادآوری میکنم. خب داستانی که اگه شما یه مقایسه کننده الکی وسط اضافه کنی ممکنه که رشته بایتونیکت به هم بخوره. مثلا اینجا نزولیه، اینجا سعودی میشه، بعد مقایسه کننده میذاره دوره اینجوری میشه و خب دیگه اون بایتونیک بودنش حفظ میشه و در نتیجه خراب کردی کارو دیگه. بنابراین نمیتونم به هر شبکه مرتب سازی که دارم هر جای داره بعد درست عمل میکنه به هر جای دل خوش نمیتونم یه اضافه کننده بذارم، یه مقایسه کننده اضافه کنم. با فرض داشتن هر نوع شبکه مرتب ساز درست با معکوس کردن آن، یعنی به جای اینکه مثلا شما ورودی این سمت بدی و این و خروجی رو بخونی، چیکار کنی؟ از این سمت ورودی بدی و این سمت خروجی رو بخونی. بازم میگه شبکه مرتب ساز درست خواهیم داشت که باز غلطه. اینجا مثال نقضش هم برای شما آورده، این شبکه خیلی کوچیک سه بیتی یا سه اینپوته که میگه این شبکه از سمت چپ به راست داره درست عمل میکنه. یعنی من اگه سمت چپ ورودی بدم خروجی سمت چپ سورت شده است، خروجی سمت راست سورت شده است، ولی اگه سمت راست ورودی بدم خروجی سمت چپ سورت شده نیستش. که خب اینم از این. بنابراین ما این 7 مورد سوال 1 رو دیدید بررسی کردیم، جوابش هم یکی دو خطه بود، خیلی راحت، شاید مثلا با یه ساعت وقت گذاشتن رو کلش میشد حلش کرد. حالا اگه دوستان راجع به این مسئله با سوالی دارن بفرمایید، دقیقاً صورت من برم سراغ مسئله دوم. مسئله نیستش. بسیار خوب. من اینو کمی بزرگترش کنم. اون امتحان میان ترمی هم که رو سایت براتون گذاشتم جوابش هم هست، یعنی جوابش هم گذاشتم. من یادم این امتحان میان ترم ترم خودمون بود که آقای دکتر یادم یه تعداد سوال گوشه بودن که در مجموع 190 نمره داشت. ایشون فهم بودن که شما مثلا 120 نمره شو سلک کنید و حل کنید، اگرم نمرتون بیشتر از 120 شد خب امتیازی میگیرید. من این پاسخنامه که براتون قرار دادم پاسخنامه تقریبا امتحان خودمه
چون من اون امتحانو یادمه که از 120 شدم 125، و البته نه که مثلا اندازه 120 نمره درست نوشته باشم و یه سوالم تا یه جایش درست حل کرده باشم، نه، یه سوال یه جایش اشتباه کردم و یه سوال دیگه هم که حل کردم اونم یه جایش اشتباه کردم، نصف این نمره ها که اومد رو هم دیگه هر کدوم شد 125، یعنی از 120 هم بیشتر شد، ولی این چیزم بود. حالا اون یه سوالی هم که اشتباه حل کرده بودم و من چیزش کردم، جواب درستش رو باز براتون قرار دادم، از آقای معینی گرفتم گذاشتم، یعنی الان اون پاسخنامه امتحان ما بود برای ترم پیش و اون سوالی هم که حل کردیم. اگر اون امتحان رو نگاه کرده باشید دیدید که بیشتر سوالاتی که اون تو هست سوالات از متن خود کتابه، بنابراین امیدوارم که حتما متن کتابم بلد باشید و همچنین سوالات پرهامی هم که من فکر کنم به درد بخوراش رو تقریبا اونایی که واقعا سوالای خوبی بود، یعنی یا ببین چون پرهامی سه مدل سوال داره، یا سوال خیلی آسونه و هیچ دردی نمیخوره، یا سوال خیلی سخت و تو مقاله جوابش و مقالاتش هم خیلی عجیب غریبه، یا اینکه جوابا تو مقاله است و جوابش معقوله یا خودت هم حل بکنی معقوله. اونایی که در هر صورت معقول بود و ما یا تو تمرین‌ها به شما دادیم، مثلا تمرین سری 2 3 تا سوالاتون از پرهامی بود، یا تمرین این سری یکی از سوالا از پرهامی، یا همین که من به صورت یه فایل جدا سوالی به داد بخوره فصل 1 2 5 و 6 رو براتون سوالای خوبش رو گذاشتم، پاسخنامه‌ش هم گذاشتم. فصل 7 هم یه سوال خوب دیگه پرهامی داره که اونم من براتون حل می‌کنم امروز، ولی اینا رو اگه بلد باشید که تو هم بلد باشید دیگه هیچ مشکلی به نظرم برای امتحان نده، راحت میتونید برای امتحان بعدید. خب پس اگه حالا دوستان سوالی ندارم ما ادامه دیم. خب مسئله دومو فکر کنم آیه پرهامی نمیدونم تو کتابشون گفتن یا نه، تو فیلماشون میدونم گفتن، فکر کنم تو کتابشون هم گفتن که ثابت کنید هر شبکه مرتب ساز با ان ورودی عمقش حداقل لوگ ان خواهد بود، یعنی ما نمیتونیم کمتر از لوگ ان تا لول داشته باشیم، و ثابت کنید تعداد مقایسه کننده ها در هر شبکه مرتب ساز نمیتونه کمتر از ان لوگ ان بشه، یعنی مرتبهش حداقل ان لوگ ان خواهد بود. خب میخوام اینو به نوعی اثبات بکنیم. خب شما فرض کنید که مثلا یه شبکه مرتب ساز دارید که ان تا ورودی داره دیگه، حالا ان تا خط و مثلا اینجا میشه ان تا ورودی، فرض کنید که مثلا اینو من بهش میگم ورودی x، من x هم خیلی بد شد، یه کار قشنگ تر میتونم بکنم. خب مثلا این الان x دیگه، حالا بحثی که هستش اینه که توی لول اول x حد اکثر میتونه دو جای مختلف باشه، چرا؟ چون این داره یا با پایینی یا با بالایی یا به هر حال با هر کدوم دیگه، هر کدوم دیگه این سیما داره مقایسه میشه، در نتیجه میتونه اینجا باشه یعنی جای خوش بمونه یا جاشو عوض بکنه، در نتیجه x به عنوان ورودی تو لول اول دو تا جای مختلف میتونه باشه حد اکثر. توی لول دوم خب متناسب با اینکه روی این سیم باشه یا روی سیمی که عوض شده باشه میتونه 4 تا جای مختلف باشه، و همینطوری اگه شما برید جلو میبینید که برای اینکه به حال من میتونم جای درست این x رو پیدا بکنم، جای درست این x میتونه هر کدوم از این انتخونه باشه. خب به نظر شما من تو کدوم لول میرسم به جایی که حد اکثر میتونه توی انتخونه مختلف باشه؟ لوگن، درسته؟ بنابراین من نمیتونم کمتر از لوگ n تا فاز در نظر بگیرم، چرا که اگر کمتر از لوگ انتا فاز در نظر بگیرم x نمیتونه تمام انتا سیم ممکن رو شانسش رو داشته باشه که روشون قرار بگیره، و اگه این شانس رو بهش ندم رشته من مرتب نمیشه، برای همینه که نمیتونه عمق من کمتر از لوگ n باشه. اینا همه باش اوکیید؟ مسئله ندارید؟ خب خوبه. بخش دومش هم داستان اینه که با دو تا دید خودش حل کرده، یه دیدش اینه که میگه آقا ما میتونیم این سورت نتورک ها رو به صورت سکوئنشیال نگاه بکنیم، یا مثلا مپش بکنیم به یه مسئله سکوئنشیال. خب ما تو حالت سکوئنشیال خاطرمون بود که سریع ترین الگوریتم سورتینگی که داشتیم ان لوگ ام بود و از ان لوگ ام پایین تر نمیشد، یه دیدی که ایشون بررسی کرده این شکلی بوده. منتها یه دیدی که من خودم شاید خیلی بیشتر دوستش دارم اینه که خب ما اثبات کردیم که آقا ما حداقل لوگ ان تا فاز داریم و نمیتونیم مسئله رو توی کمتر از لوگ ان لول حل بکنیم.
توی هر لول اگر قبول شوشید حد اکثر کامپریزن یا حد اکثر مقایسه که میتونیم انجام بدیم این دومه. اینو همه قبول دارید؟ ببینید من منظورم توی هر لول میگم اگر مثلا 5 عملیات مقایسه داره توی یک لول انجام میشه، این 5 عملیات مقایسه رو به صورت سایملتینیوسلی و همزمان انجام میشه، درسته؟ بنابراین من اگر مثلا از این سیم میام یه بیزه بدی، مثلا من اگه میام این سیم توی یه لول به یه سیمی که اینجا هستش مثلا یه کامپریتور وصل میکنم، نمیتونم تو همون لولم از این سیم به این سیم یه کامپریتور وصل کنم. اگر این کارو بکنم اون وقت دیگه این دوتا توی یه لول رخ نمیده. خب چون میگم دیگه بایستی دیستینکت باشن سیمایی که دارن با هم مقایسه میشن توی هر لول. برای همین اگه موافق باشی توی یه لول حد اکثر مقایسه‌ای که میتونه صورت بگیره اندوومه، یعنی من بیام این دوتا رو با هم مقایسه مثلا بکنم، بعد این دوتا رو با هم مقایسه کنم، دوره دوتای پایینی رو با هم مقایسه بکنم، و بنابراین انگار به جای اینکه مثلا اندو مقایسه انجام بدم دارم اندو، یعنی هر دوتا رو یه مقایسه کننده میذارم، در نتیجه میشه اندووم. اندووم در لاگ ان میشه ان لاگ ان که دیگه اینم تابلو دیگه، بنابراین اینم اثبات شد. اینا هم توی سی ال ار رسیده بودمش، گفتم سوالای نمکی و باحالی شاید باشه، حالا نمیدونم دوستان، من پاسخنامه‌ام جو سرسره دیدم خیلی اوضاع خراب نبود به جز این سوال 3، ولی خوب بود. سوال 1 و 2 رو تقریبا دوستان به یه تسلط خوبی حل کرده بودن، منتها سوال 3 رو خیلی اوضاع خوب نبوده. حالا الان بررسیش کنم این پاسخنامه که من برای سوال 3 گوشتم مال همون ترم گذشته است که خودمون اون تمرین حلش کردیم که حالا بررسی بکنیم. خب شما توی کتاب موقعی که اومدید بحث شبکه‌های مرتب ساز رو بخونید، متوجه شدید که دیزاین شبکه‌های مرتب ساز کار راحتی نیست، به خصوص دیزاین افکتیو و افیشنتشون، و خیلی برای ما مهمه که یه بابایی بیاد برای ما یه پارادایمی در بیاره و ما طبق اون پارادایم شبکه مرتب ساز درست بکنیم. خب آقای بچر دو تا پارادایم در اختیار ما قرار داده سال 1960، یه پارادایم مبتنی بر اد ایون مرجر، یه پارادایم بر ایده بایتونیک سکونس سورتره. که من این سوالی که الان اینجا خدمتون هست سوال 74 پرهامی میپرازه به بایتونیک. بایتونیک رو یه جایی توی کتاب فکر کنم یه جایی که خیلی هم مفصل خوب توضیح میده فصل 14، چون یکی از سوالای خیلی خوبی که دکتر قدسی تو پایان ترما من دیدم بعضی‌ها خیلی علاقه دارن که بدن به دانشجوها، بحث بایتونیک سورتینگ رو هایپر کیوبه که اگه شو نکنم میشه مباحث مربوط به فصل 3 کتاب لایتون. و کتاب های دکتر پرهامی هم فصل 14 در رابطه با هایپرکیوب صحبت میکنه، اونجا این بایتونیک سکونس ها رو اونجا مفصل تر خیلی راجعش توضیح میده، ولی حالا ما توی سورتر نتورک هم بایتونیک رو میخونیم. علیه حال این دوتا اپروچیه که آقای بچر کنت بچر به ما معرفی کرد و سال 1960 و هنوز که هنوزه هیچ اپروچ بهتری نسبت به این نیومده، یعنی الان توی این 60 سالی که گذشته 6 دههی که طی کردیم فکر کنم هیچی نتونسته برای این سورت نتورک های پارادایم خیلی تمیزتری در بیاره که ما بتونیم با شبکه بسازیم. ولی خب علی حالیشون گفتن دیگه که ما اینجا حالا بایتونیکش رو بررسی میکنیم، توی سوال هفته هفتم اون آدیون رو بررسیش میکنیم. خب داستان چیه؟ داستان اینه که موقعی که شما یه دنبالی بایتونیک دارید مثلا اینجوری، حالا این خیلی درست نیست، مثلا اینجوری، خب میتونیم بیایم اینو مثلا اینجوری تقسیمش بکنیم، بعد بیایم بگیم اوکی شما اینی که اینجا کشیدی و بیار اینجا مثلا اینجوری میشه، خب یعنی اینو شیفتش بده به سمت چپ که کاملا بیاد سمت اینور نمودار، بعد بیا چیکار کن، بیا اینجا که هم دیگه رو قطع میکنن و نگاه کن، تمام خطوط زیر اینو اینور نگهدار و تمام خطوط بالای این نقطه رو ببر اونور. خب یعنی من اگه بخوام یکم تمیزتر این چیزی که اینجا هست رو راست بکنم اینجوری میشه که میاد اینجا این یه تیکر رو یعنی کشیدم، خب و تمام اینا میاد اینور، یعنی یه چنین چیزی میشه. خب اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که من اومدم یه دنباله بایتونیک رو تبدیلش کردم به دو تا دنباله بایتونیک. خب بعد ممکنه بگید که خب این چه کاری بود؟ البته این کار خیلی تمیز اینجا صورت نگرفت، یه غیزه بدید چون این یه چیز خاصی داره که بعد من رعایت بشه. الان فکرم رعایت شد.
این چیز خیلی تمیزی داره این دنبال بایتونیک موقعی که شما این کار رو میکنی باهاش، اونم اینه که تمام یعنی دنبال بایتونیک که سمت راست بزرگتر یا اکیدن بزرگتر دنبال سمت چپه. یعنی ببین قبول داری دیگه، مثلا من اینجا موقع که میام توی یه نقطه اینا رو قطع میکنم میگم آقا اینجا یه خط مماست، این خط هم بد کشین بدبختی، ای کاش قلم نوری بود، این جلسه بیشتر هر جلسه دیگه من بهش نیاز دارم ولی نیست. ایزه بدید صافش کن، صافش کن، آها اینو دیگه بیاید یکم مهربون شیم باهاش و قبولش کنیم که این خط داره درست. آها این خوب شد. الان اگه قبول داشته باشید من اون مثلا اینی که اینجا اووردمش این سمت، مثلا این الان با رنگ قرمز اینجا بخوام نمایشش بدم اووردمش این سمت دیگه، درسته؟ خب من اومدم این یه تیکه قرمز رنگ بالای این خط رو که میشه این اینجا گذاشتمش، یعنی بردمش همون سمت و اینو با سبز. این قسمت این دنبالم که سمت چپ بود و شیفت شدم به سمت راست، یعنی اینجوریش کردم. خب و اونایی هم که اون سمت موند، یعنی این بخش همینجا گوشم بمونه و این بخش هم که مال سمت راست بود و برم سمت چپ اینجا، این هم گوشم همینجا بمونه. اتفاقی که افتاد اینه که من اومدم یه دنباله بایتونیک رو با یه چنین عملیاتی خب تبدیلش کردم به دو تا دنباله بایتونیک، هم این بایتونیک هم این بایتونیک، اینجا نزولیه بعد صعودی میشه، اینجا صعودیه بعد نزولی میشه، تبدیلش کردم به دو تا دنباله بایتونیک و سمت چپی ها همه کوچیک‌تر از سمت راستیان. خب قبول دارید اگر این عملیاتو بازگشتی دنبال بکنم در نهایت دنباله مسورت خواهد شد، اینو همه قبول دارین؟ این قبول دارین تایید بدین. صدای من میاد؟ صدای من میاد. خب اون جمله که گفتم قبول دارین که من اگر این عملیاتی که روی یه دنباله بایتونیک انجام دادم رو به صورت بازگشتی، یعنی الان دوباره بیام رو سمت چپ همین حرکت رو بزنم، دوباره بیام اینو نصف کنم، اینو بردارم بیارم این و بگم کجا هم دیگه رو قطع میکنید، اون نقطه‌ای که هم دیگه رو قطع میکنید، اونایی که پایینش رو نگه دار سمت راستی رو ببر اون و ببخشید اونایی که بالای خطن رو ببر اون و دوباره هی بازگشتی این کار رو انجام بدم، در نهایت این دنباله سورت میشه. خب آقای بچر اومد همین ایده استفاده کرد، یعنی گفت چیکار کنیم؟ گفت آقا شما یه ان اینپوت بایتونیک سکونس سورتر در نظر بگی، خب که اینی که داری در نظر میگیری باز دوباره بازگشتی میشه داخلش، الان توضیح میدم به چه صورت. بعد میگه چیکار کن؟ میگه فرض کنید که این ام تینی، الان فرض کن اون چیزی که آقای بچر در اسکو فرض کن الان ان دومه، اینم ان دومه. خب میگه ببین تو یه دنباله، تو داری یه اینپوت انتای میدی به این، درسته؟ میگه من میام این انتایی که میدی به اینو این دومشو از بالا به پایین سورت میکنم، این دومشو از پایین به بالا سورت میکنم، بنابراین یه چنین چیزی میشه دیگه، یعنی اول صعودیه بعد نزولی و تشکیل دهنده دنباله بایتونیک میده، درسته؟ خب این بایتونیک اینه، اینو اینجوری میسازه. موقعی که اینو ساخت میخواد چیکار بکنه؟ این نیمه رو بیاره این سمت و عملیات مقایسه رو انجام بده. برای همین چیکار میکنه؟ ببین عملیات مقایسه چوری صورت میگیره، این نقطه با این نقطه مثلا، بعد دوباره این نقطه با این نقطه، این نقطه با این نقطه، این نقطه با این نقطه، یعنی نقاط متناظر با هم دیگه مقایسه میشن و چون تعداد نقاطی هم که من دارم با هم دیگه ان دوم ان دوم برابره، این مقایسه مثلا نظیر به نظیر صورت میگیره. خب اولیو من حالا این شکل رو که من کشیدم داستانش اینه که این تی و ام با هم برابر نیست، خب ولی اگر این ام و تی با هم برابر بودن و اندازشون ان دوم بود، اولی با اولی این مقایسه میشد، دومی با دومی این و آخری هم با آخری این مقایسه میشد و تموم شد میرفت. بعد که این مقایسه ها صورت میگیره، اتفاقی که میفته اینه که من اینجا یه دونه دنباله به طول ان دوم دارم که به صورت بایتونیک سورت شده، اینجا به صورت بایتونیک سورت شده، یعنی در نهایت اینو میدادم به این، اینی که با تیک مشخص کردم و میدادم به این، اینی که اینجا با زبده دارم مشخص میکنم رو هم میدادم به این. خب قبول داری این دوباره اگه بازگشتی همین کار رو بکنه در نهایت مثلا ما میتونیم اینو سورتش بکنیم. خب آیا بچه این کار انجام میده؟ خب این هستیم. حالا آقای بچر، حالا آقای بچر بزنیم کنم، آقای پرهامی
میاد یه مسئله مطرح میکنه. میگه فرض کن من یه ان اینپوت بایتونیک سکونس سورتر دارم، من تو ان دوم سورتر رو ندارم. خب یعنی میگه فرض کن من به جای یه ان دوم سورتر یه ان دوم سورتر، یه ام سورتر و تی سورتر میذارم که این دوتا با هم اندازشون برابر نیست. دقت کنین، اینا اندازشون با هم دیگه برابر نیست. خب حالا مجموع اندازشونم حد اکثر میشه n، یعنی ممکنه که مثلا من این m و t رو با هم جمع بکنم حاصلش بشه n منهای 10. خب سوالش اینه، میگه تو این m سورتره رو گذاشتی، t سورتره رو گذاشتی، اینو مثلا از بالا به پایین سورت کرد، اینم از پایین به بالا سورت کرد، من این سیما رو چطوری بدم به یک n input بایتونیک سکونس سورتر که در نهایت حاصلم سورت بشه؟ خب مشکلی که به وجود میاد این وسط اینه که اونجا چون ان دو با هم برابر بود، من میتونستم ان دومو بدم به این سیمایی که اینجا هست، ان دوم و دومی هم بدم به این سیما و اینا شروع کنم با هم دیگه مقایسه کردن. خب ولی خب الان اندازه اینا برابر نیست. سوالی که پیش میاد اینه که من چیکار بکنم؟ خب میخواید دوستان اگه نظری نکته چیزی دارید بگید که ما چیکار بکنیم. من این سوالو خودم اولین بار که خواستم حل بکنم یه اشتباهی کردم. اشتباهم چی بود؟ اشتباهم توی حل این سوال این بود که من اومدم ان اینپوت بایتونیک سکونس سورتر رو دست زدم. خب یعنی اومدم گفتم که آقا تو همینا رو مستقیم مثلا بده به اینا، حالا اونجایی هم که سیماش اضافه میادم یه چیزی بعدم بده که بهتون میگم. بعد گفتم مثلا به جای اینکه بیای اولی رو با اولی این مقایسه بکنی، گفتم از آخر شروع کن، آخریا رو به هم وصل کن، بعد انقدر برو جلو که مثلا این ام چون کوچیک‌تر از تیه تموم بشه، یه سری سیما و تی میمونه، تی رو مستقیم بده به این. منطقه مرتب این روش حلم یه اشکالی داره. اشکالش چیه؟ اینه که صورت سوال به شما اجازه نمیده ان اینپوت بایتونیک سکونس سورتر رو تغییر بدی، چون صورت سوال به شما میگه که یه دنباله، یک مرتب ساز دنباله بایتونیک با ان ورودی چگونه میتواند مورد استفاده قرار شود. یعنی انگار که مثلا اون چیزی که تو کتاب درستش کشیده رو به ما دادن و میگن که اوکی حالا تو دو تا دنباله نابرابر با هم داری و میخوای اینا رو مثلا به صورت نزولی و صعودی سورت بکنی و میخوای بدی به اینپوت پینای این سکونس سورتر، چجوری این ورودی ها رو بدیم به این سکونس سورتر؟ خب الان دوستان کسی نظر این نکته چیزی داره کلا ما چیکار بکنیم؟ من نگاه کردم بعضی از دوستان جواب درستی به این سوال نداده بودن، یعنی سوال رو یک کمی اشتباه حل کرده بودن و اینا، برای همین یه چین اتفاق افتاده بود. خب اولا ببینید، حالا حرف شما درسته، ببینید بحثی که هستش اینه که ما لزومی نداریم معکوس کنیم، چون این داره خودش معکوس سورت میکنه. یعنی فرض کنید من یه دنباله M دارم یه T. خب حالا فعلا کاری نداریم که M از T بزرگتره یا T از M بزرگتره، ولی چون اینو هم بالا به پایین سورت میکنم، اینم از پایین به بالا سورت میکنم، انگار که معکوسش کردم. یعنی یا مثلا اینجا خوش داره معکوس میکنه دیگه، اینجا هم خوش داره معکوس میکنه. خب بحث شما اینه که میگید آقا این M رو بیا با این T کانکت کن، خب بچسبون به این N input بایتونیک سکونس سورتر، بعد یه سری نقاطی هم اضافی میان شما اینا رو منفی بی نهایت بده. خب من حالا حرف شما تا حدودی درسته، من اینجا توضیح بدم که شما چی گفتی به خدمت دوستان. خب من یه ام سورتر دارم یه تی سورتر دارم، فرض کنید که ام هم کوچیکتر از تیه، درسته؟ با هم هم هیچوقت مساوی نیستن، حواستون باشه دیگه، و مجموعشون هم یعنی این ام به علاوه تی هم کوچیکتر از n. آخیش چه سخته کشیدنش، یا حد اکثر n، شاید هم با هم برابر باشن، ولی بس گستش اینه که حداقل m مخالف مصور. آره اینجا گوشم دیگه. خب بدون از دست دادن جنرالیتی، without loss of generality، فرض بکنید که m کوچیکتر از t. خب اتفاقی که میفته اینه که من t رو میدم به این n input sequence sorter از پایین به بالا، یعنی کلش رو میدم. خب حالا یه بحثی میمونه، اگر تی از ام بزرگتر هست، خب یه احتمالی اینجا ممکنه به وجود بیاد. احتمالی که ممکنه به وجود بیاد اینه که آیا تی از ان دوم بزرگتره یا تی کوچیکتر از ان دومه.
خب من فرض بکنم که تی اولا مساوی ان دومه، یعنی سه تا کیس رو بریم. اگر تی مساوی ان دوم باشه، خب کل اینو پوشش میده. ام هم میدم به این از پایین به بالا، خوب دقت کنید از پایین به بالا، اون پورتایی که اضافه میاد منفی بی نهایت میدم. چرا؟ چون خیالم راحته که آقا هیچ عدد کوچیکتر منفی بی نهایت نیست، اینم قراره سورت شده به این داده بشه. در نتیجه سورت شده است دیگه، یه سری منفی بی نهایت بعد از عدد شروع میشن بزرگ شدن. و خب چون این بایتونی که اینم بایتونی که بدن چه کار درسته، اینم درست عمل میکنه، هیچ مسئله ای هم نیستش. خب ممکنه که تی بزرگتر از این دوم بشه، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ اون موقع نظری دارید برای اون موقعش که اون موقع چیکار بکنیم؟ کسی نظری نداره؟ ما اون حالتی رو فعلا بررسی کردیم که تی مساوی ان دومه، گفتیم خب تو تمام پورتاتو میدی به این، ام قطعا کوچیکتر از ان دومه چون اولا با تی برابر نیست و همین کافیه و نمیتونه بزرگتر از ان دوم هم باشه، چون اگه بزرگتر از ان دوم باشه ام علاوه تی دیگه کوچیکتر مساوی ان نیست، بنابراین تی کوچیکتر از ان دومه، بخشید بنابراین ام کوچیکتر از تی دومه، بنابراین این نمیتونه همه پورتا اینو پر بکنه. گفتیم اینا رو به ترتیب از پایین بده به پایینی، بیا بالا یه سری پورت بالایی خالی میمونه، اینا رو منفی بی‌نهایت بده. دوالش هم هست دیگه، شما فرض کنید که ام مساوی ان دومه، تی کوچیک‌تر از ان دومه، موقعی که می‌خوای مقدار دی بکنی ام رو که مستقیم میدی به این، تی ار هم موقعی که می‌خوای بدی از بالا به پایین بده، پایینی ها هر چی اضافه میمونه رو مساوی بی‌نهایت بده. این دوالشه، برای همین میگم without loss of generality، یعنی همین ایده که من دارم میزنم به ازای اینکه تی بزرگتر از ام رو شما برای ام بزرگتر از تی هم میتونی بزنی، فقط جای منفی بی نهایت مساوی بی نهایت بده، بالا و با پایینی عوض کن. خب اما سوال من اینه، الان که من اینجا یه دونه تی میدم به این، خب یه اتفاقی ممکنه به وجود بیاد. بحثی که هستش اینه که تی بزرگتر از ان دوم باشه، میگم اوکی تو از پایین به بالا میتونی بدی به این، درسته؟ از پایین به بالا میتونی بدی به این، یا حتی از بالا به پایین هم میتونی بدی به این، منتهی مرتبه یه تعدادیش اضافه میاد، یا از پایین اضافه ملو میاری یا از بالا. اون تعدادی که اضافه میاره رو چیکارش بکنم؟ اگر قبول داشته باشید آفرین، چیکار کنم؟ بیام اینو شروع کنم از پایین پر کردن، خوب دقت کن ببین من اینو شروع کنم از پایین پر کردن، درسته؟ یه تعدادی تیم بالا اضافه میاره، درسته؟ یه تعدادی تیم وسط اضافه میاره، تیا رو بده به این، تیا رو بده به این پر کن و باقیشو با ام شروع کن پر کردن. اگر هم اندازه ام کم آوردی برای اینکه پورتای بالای پر بکنی منفی بی نهایت بده، اگر هم کم نیاوردی که اوکی. خب چه اتفاقی این وسط داره میفته؟ ببین انگار که من اومدم گفتم آقا تو اینو سورت کردی آوردی تا اینجا، درسته؟ اینم سورت کردی آوردی تا اینجا، من یه تعداد پورتم کم آوردم منفی بی نهایت بده. حالا به ازای ان دوم اینو نصف کن، ممکن ان دوم اینجا بشه، ممکن ان دوم اینجا بشه، مهم نیست، مهم اینه که آقا این یه بایتونیکه، اینم یه بایتونیکه، قبول دارید اینو؟ من اینو موقعی که شروع کنم از پایین مقدار دی کردن یه تعداد اضافه میاره، میگم اوکی هیچ مسئله اینی، اضافه ها رو بچسبون به این، انگار که این اضافه ها رو شروع کن اینجا مقدار دی کردن، بعد اما شروع کن مقدار دی کردن، بعد دیگه اون بالا اگر چیزی اضافه مون منفی بی نهایت بده. اتفاقی که میفته میبینی چیه؟ نقطه شکست انگار مثلا ان دومه نمیخوره، نقطه شکست یکم میاد بالاتر. خب مثلا یه چنین چیزی شما در نظر بگیر، درسته؟ مثلا یه چنین چیزی شما در نظر بگیر. خب قبول داری این ور اگه نگاه بکنی اینم اینجوری مثلا در نظر بگیری، شما اگه این ور اگه نگاه بکنی، خب نزولی یو میشه سعودی، سعودی یو میشه نزولی، نزولی یو میشه سعودی، سعودی یو میشه نزولی، این بایتونیکه،
درسته؟ خب فرض کن الان این مثلا میگم از اینجا تا اینجا تیه، از اینجا تا اینجا هم امه، منتها تی بزرگتر از امه. از نظر گرافیکی اینطوری نی، من بد کشیدم، قلم نوری ندارم، اینو بر من ببخشید، ولی فرض کنید که تی الان بزرگتر از امه. من حرفی که زدم چی بود؟ گفتم تا جایی که ان دوم پایین جا داره تی رو بهش بده، مثلا فرض کن تا اینجا جا داره، درسته؟ اینجا بعد جا نداره، گفتم خب اینو شروع کن بده به پایینی دادن. چرا به پایینی بده؟ چون این که سعودیه اینجا میشه نزولی، یعنی اینگاه که با زورت داری یه بایتونیک به این میدی، به این اندووم اینپوته دوباره داری یه بایتونیک میدی، درسته دیگه؟ اینجا سعودیه، اینجا یه نزول میکن، اینجا هم کم آوردی منفی بی نهایت بذار، در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ دو تا بایتونیک اینجا، یه بایتونیک اینجا داری، یه بایتونیک اینجا داری، اینا هم با هم دیگه شروع میشن اکسچنج کردن، یعنی اون عملیات اینجا صورت میگیره دیگه، اینو نصف کن نصفشو بیار اینور، بعد کوچیکار اینجا نگهدار، بزرگ دار اینور نگهدار و میدی به اینا، دوباره بازگشتی این کارو میکن، تموم شد. پس من سه حالتشو بررسی کردم، درسته؟ حالت اول تی با فرض اینکه تی بزرگ، با فرض اینکه تی بزرگتر از امه، با فرض اینکه تی بزرگتر از امه، اگر تی بزرگتر از ام باشه در نتیجه تی یا ان دومه یا از ان دوم بزرگتر. اگر ان دوم بود، ان دوم بده این تو، ام هم بده این تو، اون بالا هر چقدر میمونه منفی بی نهایت بزن. اگر تی بزرگتر از ان دومه، کلش بده این تو، ببخشید ان دومه پایین به بالاشو بده این تو، از بالا از اینجا به بالاشو هر چقدر اضافه میاد بده به پورتای از پایین به بالا این ان دوم اینپوت بایتونیک سورته، بعد دوباره این امتا رو شروع کن به ترتیب از پایین تا به بالا دادن وارد کردن، اون بالا هر چقدر پورت خالی میمونه منفی بی نهایت بده، درسته؟ تموم شد. این دو حالتو داره. حالت سوم چه کی زمان چه اتفاق میفته؟ حالت سوم زمانی اتفاق میفته که ام بزرگتر از تی باشه. حالا اگر ام بزرگتر از تی بود، همون کاری که انجام دادی و دوالشو انجام بده، یعنی به جای که پایین به بالا پر کنی از بالا به پایین پر کن، اون پایین هم هر چقدر اضافه اومد مصاد بی نهایت بذار. اوکی، همه فهمیدن؟ کسی سوالی داره؟ اگه قلم داشتم خیلی بهتر میتونستم بهتون بگم، ولی فکر کنم دیگه بهتر از این نمیتونستم بهتون بگم، ولی امیدوارم که دیگه سوالی نباشه. لازم هست من مجدد توضیح بدم؟ اگر لازم هست بگید کجاش، اگرم نه که خب جواب سوالو دادیم دیگه. شما الان وقتی یه دنباله داری به طول ام، یه دنباله داری به طول تی که اندازشون با هم برابر نیست و حد اکثر مقدارشون انه، در نتیجه من میتونم به این صورتی که الان خدمتتون گفتم باز دوباره از یک ان اینپوت بایتونیک سکونس سورتر استفاده بکنم و مثلا سورتش کنم. اوکی دلان؟ یه تایید بدید اگر اوکی دلان. خیلی خوب. بذارید من یه دور دیگه خیلی سریع‌تر و مفصل، خیلی سریع‌تر و سعی کنم یه شمرده‌تر خدمتتون عرض بکنم. این کوشن قلم نوریه بود ولی حیف نیست. ببینید من یه دقیقه میزه بذارید کتابو بیارم اینجا، بد نیستش که کتاب ما همراه داشته باشیم. بذارید من کتاب آقای پرامی پیدا کنم. من نمیدونم این سورتر نتفوک چرا این کتاب ها حذف میشه. سی لارس حذف کرد ولی دکتر پرامی همچنان دارتش بکنم. سی لارس بکنم تو ادیشن دوش داشت ولی هنوز اینجا هست. بفکرم تو ادیشن جدیدی دکتر پرامی هم هست، چون دکتر پرامی ادیشن جدید داره میده و اون تو هم فکر کنم این سورتر نتورک ها هست. بعد تازه سورتر نیست، سلکشن نتورک هم داریم، کامبینیتوریکس نتورک هم داریم، کلن سرچینگ نتورک هم داریم و این نتورک ها زیاد داریم، ولی خب یه کمی اذیت کنه. دلیل اینم که یه کمی هم شما اذیت میشید اینه که شما معمولا یاد گرفتید که برای یه معماری الگوریتم بدید و
ولی اینجا تقریبا داریم برای یه الگوریتم معماری میدیم، برای همین یه کوچولو اوضاع برمیریزه. ایزی من کتاب دکتر پرامی پیدا کنم، اینجا پرینتشو دارم ولی پی دی افشو پارالل پروسسینگ کتابشون فکر کنم پیدا شد. خب بذارید من کتابو به نمایش در بیارم اینجا. خب خب الان فکر کنم کتابو دارید میبینید دیگه همه. یک لحظه اینجا رو شما ملاحظه فرمایید، من اینو بزرگترش کنم. خب ببینید این یه بچرز بایتونیک سورتینگ نتورکه که حالا اینجا نوشته The Recursive Structure of Bachers Bytonic Sorting Network. یه An Input Bytonic Sequence Sorter داریم. خب ببینید این یه بلاکه An Input Bytonic Sequence Sorter، درسته؟ و همونطور که میبینید یه دنباله ان تایی، یعنی یه دنباله ای که طولش انه رو ما به این شبکه میدیم، ان دوم اول اینجا، ان دوم دوم اینجا. اتفاقی که میفته این که یه دنباله نزول، یه دنباله صعودی تولید میشه و یه دنباله نزولی تولید میشه. این صعودی و این نزولی و هم بچسبه، من یه بایتونیک سکونس خواهم داشت. و توی توضیحاتم خدمتون گفتم، بذار اصلا ایده من کل دستاپو شیر کنم. خب کجا بودیم؟ اینجا بودیم، اینجا بودیم. توی توضیحات هم من خدمتتون گفتم شما اگر یه دنباله بایتونیک داشته باشید، مثل اینی که با موس هم دارم دنبالش میکنم، و بیاید وسط نصفش کنید و این نصفش رو که سمت راست بوده شیفت بدید بیارید سمت چپ، بعد اون نقطه‌ای که هم دیگر قطع میکنن یه خط بذارید، هر کدوم که بالای این خط هست رو هولش بدید به سمت راست، هر کدوم ها که پایین خط هستن رو پایین خط نگه دارید، که من این پایین رو اینجا نگهش داشتم، این بالایی هرم بردمش این سمت. گفتم یه اتفاق زیبایی میفته. اتفاق زیبایی که اینجا رخ میده اینه که من الان تونستم یه دنباله بایتونیک رو بشکنم به دو تا دنباله بایتونیک، که دنباله بایتونیک سمت چپی از دنباله بایتونیک سمت راستی کوچکتر تمام عناصرش، کوچکتر یا بزرگتره، بخشه کوچکتر یا مساویه، یه لازم مثل جواد خیابانی گفتم فکر کوچیک‌تر یا مساویه. خب حالا گفتم اگر بیام روی این و روی این عملیاتی که گفتم رو به صورت ریکرسیولی انجام بدم، در نهایت دنبالم سورت میشه دیگه، تشمیل رسم به سکونس های یه عنصره دیگه، اونم دیگه سورت دیگه، و دیگه اونا رو به هم دیگه شروع کنم به چسبونم تو محلی بازگشت، اینا همه با هم سورت میشه. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که اینم میاد همچی ایده ای میزنه، یعنی میاد میگه که اوکی شما اینجا دنباله انتهایی که میدی و نصفش رو از بالا به پایین سورت کن، نصفش رو از پایین به بالا، که یه دنباله بایتونیک سکونس، یه بایتونیک سکونس داشته باشی، یه دنباله بایتونیک داشته باشی. حالا این دنباله بایتونیک رو میدتش به یه ان اینپوت بایتونیک سکونس سورتر. توی سوالی که من میخوام حل بکنم، این ان اینپوت بایتونیک سکونس سورتر رو نمیتونم تغییرش بدم، یعنی انگار صورت سوال میگه تو اینو داری، نمیتونی به محتویات داخلش دست بزنی. محتویات داخلش هم که شما نگاه میکنی، میاد سیم اول این دنباله ها رو با سیم اول این دنباله مقایسه میکنه، بعد دوباره سیم دوم با سیم دوم، سیم سوم با سیم سوم، سیم ان دوم با سیم ان دوم. چرا این مقایسه رو داره انجام میده؟ به این دلیل که انگار اومده میخواد اینو شیف بده اینور و اینا رو دوتا دوتا شروع کنه با هم دیگه مقایسه کردن. مقایسه میکنه میگه توی کوچولو اینور بمون، توی بزرگ برو اونور، برو بالا. خب حالا اتفاقی که اینجا میفته چیه؟ این دوتا با هم مقایسه میشن دیگه، میگه توی کوچولو همینور بمون، توی بزرگ بیا این سمت. دوباره شما بین شما دوتا کی کوچولو تره؟ اونور بمونه، اونی که بزرگتره بیاد این سمت. اتفاقی که میفته چیه؟ در نهایت من دوتا دنباله بایتونیک دارم، اون دنباله بایتونیک کوچولو بالاه، اون دنباله بایتونیک بزرگ پایینه، یعنی اون بایتونیک کوچولو اینجاه، اون بایتونیک بزرگ اینجاه. خب حالا اینو میدمش به چی؟
به یک ان دوم اینپوت بایتونیک سکونس سورتر، یعنی همین اینو بازگشتی به جای ان رو ان دوم میزنم، بعد دوباره همین اینو بازگشتی به جای ان دوم رو ان چهارم، رو ان هشتم، رو ان 16، ان 32 تا جایی که دیگه ان بشه یه عنصره. بعد اگر اون بشه یه عنصره، اتفاقی میفته اینکه خروجی ها همه سورت میشه. تا اینجای بحثم همه چیزایی که گفتم رو قبول دارید؟ اگه قبول دارید تایید بدید. خب حالا صورت سوال چی میگه؟ بیاید اصلا انگلیسیشو بخونیم. هفته چهار. Show how an input bytonic sequence sorter. پس من یه an input bytonic sequence sorter دارم، نمیتونم توشو تغییر بدم. من اینجا یک an input bytonic sequence sorter دارم، توشم نمیتونم دست بزنم. یه دونه اینو به من دادن. این یه ماژول بلک باکس، بهش نگاه کنید. این ماژول بلک باکس دو تا ورودی ان دوم میگیره، یه خروجی انتهایی میده. اوکی؟ حالا Show how an input bytonic sequence sorter can be used to merge two sorted sequences with unequal lengths that add up to at most n. One sequence is of length m and the other is no longer than n m n high m. خب داستان چیه؟ میگه فرض کن توی این شبکه‌ای که اینجا هست، من این دوتا مرتب سازو ندارم. شما میگه فرض کن من این مرتب سازو ندارم، این مرتب سازم ندارم. خب به جاش چی دارم؟ دوتا دنباله دارم که این دوتا دنباله مرتبن، یعنی دوتا دنباله مرتب شده دارم. درسته؟ تو اینش هم هیچ بحثی نیست. دوتا دنباله مرتب شده دارم. یه دنباله M تا عنصر داره، یه دنباله T تا عنصر داره. خب فرقش با این چیه؟ اینجا دوتا دنباله‌ای بودن که اندووم بودن. این دوتا دنباله را من می ساختم، کسی به من نمیداد، فقط به من N تا ورودی میدادن. من سر این اندووم اولش یه اندووم سورتر میذاشتم، سر اندووم دومیشم یه اندووم سورتر میذاشتم، میگفتم تو از بالا به پایین سورت کن، تو از پایین به بالا سورت کن، که یه دنباله بایتونیک داشته باشم در نهایت. ولی الان به من دوتا دنباله سورت شده دادن که من اگر یکیشو معکوس کنم و به این بچسبونمش، میتونم یه دنباله بایتونیک داشته باشم. حالا بحثی که مطرح اینه، این دوتا دنباله اولا با هم هم‌اندازه نیستن، یعنی M مخالف مساوی T. دو، مجموعشون هم کوچکتر مساوی N، یعنی یا وقتی این دوتا رو با هم جمع میکنم حاصلش میشه N، یا وقتی این دوتا رو با هم جمع میکنم حاصلش نمیشه N، میشه N منهای X و X هم بزرگتر از صفره. خب این تا اینجا میگه خب حالا توضیح بده چجوری میتونم این ان اینپوت بایتونیک سکونس سورتر رو به کار ببرم برای اینکه اون دوتا دنباله ای که طولشون با هم برابر نبود و مجموع اندازه شون حد اکثر ان بود و بتونم با هاش سورت کنم، یعنی خروجی سورت شده باشه. خب الان مسئله شفافه؟ اگه مسئله شفاف و روشن و واضحه یه تایید با زوره بدین. دوستان تایید بدید. اوکی. خب حالا میخوام مسئله رو حلش کنم. برمیگردم اینجا. میگم که این ام سورتر رو تی سورتر رو من به اشتباه اینجا گذاشتم. اوکی. شما یه دنباله به طول ام داری، یه دنباله هم به طول تی داری. منتها تی رو من معکوسش کردم شده تپریم. یعنی برای اینکه بخوام از پایین به بالا مثلا سورت شده داشته باشم معکوسش میکنم. خب الان امت اینجاه، تپریمت هم اینجاه. یه مشکلی وجود داره. مشکلی که وجود داره اینه، من معمولا دنباله هم هم اندازه بود، اندازه شون هم اندووم بود، اندووم میدادم توی این پورتا، این هم نمیبینم، این کلن بلک باکسه برای من، این ان اینپوت بایتونیک سکونس سورته برای من بلک باکس. من اندووم میدادم به این، اندووم میدادم به این، یه ان خروجی به من میداد سورت شده، تمام. اما الان چیکار کنم؟ تی و تپریم و ام اندازه شون با هم برابر نیست و معلومم نیست که ان دوم هستن یا نه. میگم خب without loss of generality، بدون از دست دادن کلیت مطلب، فرض کن تی اندازش از ام بزرگتره. تا اینجا قبول؟ خب قبول دارید برای اینکه تی اندازش از ام بزرگتر باشه،
بایستی اندازه تی بزرگتر مساوی مثلا نه 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 اینجا رو ولش کن، اینجا رو ولش کن، اینجا رو ولش کن، این چیزی که گفتم یه دقیقه پاکش کن. خب تی اندازش از ام بزرگتره، درسته؟ چند حالت پیش میاد. یه حالت اینه که تی کوچکتر از ان دوم باشه. اگر تی کوچکتر از ان دوم باشه، ام هم کوچکتر از ان دومه. یه حالت دیگه ای که پیش میاد اینه که تی مساوی ان دوم باشه. اون موقع است که ام نمیتونه ان دوم باشه، کوچکتر از ان دومه. چرا؟ چون ام و تی اول اندازه‌شون با هم دیگه برابر نیست. پس اگر تی ان دومه، ام نمیتونه ان دوم باشه. و اگر جفتشون هم ان دوم بودن حاصل میشد چی؟ و اگرم ام اندازش از ان دوم بزرگتر باشه، فرضمون رو نقض کردیم، چون تو فرض گفتیم تی بزرگتر از ام، پس ام باید کوچکتر از ان دوم باشه. و نکته بعدی، ممکنه تی اندازش از ان دوم هم بزرگتر باشه که بازم هیچ مسئله. این سه تا کیس رو من میخوام شروع کنم بررسی کردن. با ساده ترین شروع میکنم. ساده ترین کیس اینه تی مساوی ان دوم، یعنی تی طولش ان دوم باشه. خب بحثی که مطرحه اینه، من میگم شما تی رو، خب اینجا یه ان دوم ورودی داری، اینجا هم یه ان دوم ورودی داری، درسته؟ خب من میگم تی رو شما کامل بده به این ان دومه، اوکی؟ میمونه ام. ام اندازش از ان دوم پایین تره. خب من پورتاشو چجوری توی این ان دوم پر کنم؟ من ام تا ورودی دارم که اندازش از ان دوم کوچیک‌تره، ولی ان دو تا ورودی دارم. این ان دومه رو چجوری پرش کنم؟ میگم این ان دومه رو بیا از پایین به بالا پر کن. از بالا به پایین هر چی خالی مون منفی بی نهایت بذار. چرا؟ چون ام نزولی سعودی سرچ شده. یعنی من امو هر چقدر از سیمای بالا به سیمای پایین میام اندازش بیشتر میشه. خب میگم اوکی، پس تو از موقعی که میخوای این دوم ورودی رو پر بکنی با ام، بیا این پورتاشو از پایین به بالا پر کن، بالا هرچی خالی میمونه منفی بی نهایت بذار. قبول داری اگر دنبال سعودی باشه من منفی بی نهایت بذارم، بازم دنبال سعودیه؟ اینو قبول داری؟ خب پس من یه دنباله صعودی به این ان دوم دادم، یه دنباله نزولی هم به این ان دوم دادم، چه اتفاقی افتاد؟ در نهایت این ان دوم و این ان دوم یه جوری پر شدن که یه دنباله بایتونیک گرفتن. اینکه چطور این بایتونیک ساخته شده رو دیگه کاری نداره که، میگه من بایتونیک گرفتم پس بلدم چی کارش بکنم. اوکیه تا اینجا؟ این کیس حل شد؟ کیسی که تیم مساوی ان دوم باشه رو چیکار باید بکنیم حل شد؟ خب بریم کیسی که تی بزرگتر از ان دومه. خوبه، بریم کیسی که تی بزرگتر از ان دومه. قبول دارید اگر ان دوم بزرگتر باشه، این صعود داره میکنه، تی داره صعود میکنه از پایین به بالا، یعنی تو دنباله مثلا اینجوریه، داره صعودی میره بالا. خب من میگم بیا چیکار کن؟ میگم تو بیا تی رو از کوچکترین عنصرش، یعنی از یعنی از کوچکترین عنصری که داره، خب شروع کن بده به آخرین پایه این ان دوم. آخرین پایش اینجاست دیگه، کوچکترین عنصرش هم اینجاست. اینو بده به این، دوباره کوچکترین بعدی رو بده به بعدی این، بده به بعدی این، بده به بعدی این، تا این ان دوم پر بشه. مثلا فرض کن این ان دوم اینجا پر میشه، اصلا با یه رنگ دیگه، سبز فسفوری، اینجا ان دوم تموم میشه. منتها دنباله تی تموم نشده، انقدر دیگه تی مونده. خب حالا من بیام چیکار بکنم؟ من میگم بیا اینو بچسبون به ام، یعنی بیا به ام مثلا تا اینجا، اگه مثلا اندازه ام مثلا اگر با قرمز نش با نارنجی اندازه ام اگر انقدره، خب این سبز رو بچسبون بهش، درسته؟ این سبزه رو باز بیا بچسبون بهش. خب بنابراین بعد چیکار بکنم؟ این سبز باقی مونده اینجا رو از پایین این ان دوم اولیه پر کنم، یعنی از اینجا شروع کنم به ترتیب پر کردن، بیام بالا. موقعی که این سبز تموم شد،
شروع کنم نارنجی ها رو به ترتیب پر کنم بیام بالا، موقعی که این نارنجی ها، که این نارنجی ها مربوط به ام دیگه، این ام تام تموم شد، نگاه کن ببین اگه پورت خالی باز باقی مونده منفی بی نهایت بده، اگر نمونده تموم شده دیگه، همه رو دادی. خب چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود، من یه دنباله سعودی داشتم بذارید این بچه آدم بکشم، من یه دنباله سعودی داشتم اینجوری. خب سعودی رو به بالا، یه دنباله سعودی رو به پایینم داشتم اینجوری. یه کوچولیشو پاک کنم، این اندازش بود ام، این اندازش بود تی، درسته؟ خب من اومدم تا این دومو دادم به اینجا. خب فرض کن این دومه اینجاست، درسته؟ از اینجا تا اینجا رم دادم به این یکی، درسته؟ از اینجا تا اینجا رم دادم به این یکی و گفتم اگر پورتم اضافه اووردی یه سری منفی بی نهایتم بهش بچسبون و بده، مثلا فرض کنید اینا منفی بی نهایت هست. در نهایت من یک چنین چیزی، ببین از این قرمزه تا این سبزه رو من به این دادم و به ترتیبم دادم، درسته؟ قبول داری این چیزی که من بهش از این قرمزه تا این سبزه، از اینجا تا اینجا، قبول داری این دنباله‌ای که من بهش دادم یه دنباله بایتونیکه؟ قبول داریم این دنباله‌ای که از اینجا که زب در زدم تا اینجا که زب در زدم میشه یه چنین چیزی دیگه، اول سبز بعد بنفشه بعد قرمز میشه، قبول دارید اینی که من دادم به این اینپوت بایتونیک سکوئنس سورتره یک دنباله بایتونیکه؟ اینو هم قبول دارین؟ بگید اگه قبول دارید، بگید شیر سورت مونده، صدای من میاد، گذاشتید رفتید. خب اوکی شد. خب قبول دارید این یه بایتونیکه دیگه، این بایتونیک، این یه بایتونیک. حالا بحثی که هست اینه، ما میگفتیم شما بیا بایتونیک رو اوسط بشون، درسته؟ اینجا بچه ها بایتونیک وسط میشکنه، منتهای مرتب وسطش خیلی ترتمیز نیست، یعنی وسط اینجوری نیستش که بگم نقطه وسطش یه جاییه که از اینجا به بعد همه میشن نزولی، اینجا به بعد همه میشن صعودی، وسطش اینجوری میفته. حتی ببخش وسطش اینجوری میفته، یعنی یه بخش انقدیش میره این سم، یه بخش انگار که اومدم چیکار کردم، گفتم اوکی اینو شما بیار این و خب و حالا مقایسه انجام بده ببر اون و، درسته؟ همین اتفاق خاص نیفتاده که، من همین کارو کردم. تازه این بعد اندازش هم با این برابر باشه، چون این اندومه، اینم هرچی هست اندومه، یعنی اومدم همین کارو کردم، اومدم گفتم آقا تو اندومه میشکنی، اندوم اینجا میفته، یعنی نقطه ای میفته که همچنان رو به صعود بود، نزول شروع نکرده بود. میگم هو کرز، شما این اندومه رو شیفت بده اینور، من شیفت دادم اندومه اینجایی که دارم نارنجی نشونتون میدم شروع میشه، با زرد نشون میدم، اینجایی که با زرد نشون دادم زردم تموم، خیلی رنگ مناسبی نبود، آبی جیغ بدبخ، اینجا این آبیه، این میشه چی؟ این میشه همین این سبزه که اینجا هست، این دومه دیگه، اندازه اینم این دومه، بعد اندازهاشون باید برابر بشه. میگم اینو شیف بده اینجا، شروع کن مقایسه کردن دیگه، خب داره درست عمل میکنه. این یه تیکه رو نگاه کن، این یه تیکه که این پرنده است، این پرنده ها رو میبره اینور، این کوه رو پایین نگه میداره، کوه پرنده کوچیکتره، یه دنباله بایتونیک هم هست داده به این پرنده، کوه اندازه های ولیوهاش بزرگتره، یه دنباله بایتونیک هم هست داده به این، پس بازم مشکلی به وجود نیومد. یعنی حتی اگر اندازه تی بزرگتر از اندوم بشه تموم شد، کوچیکتر هم بشه شما شروع میکنی تیه رو اینجا مقدار دهی کردن، امه رو در ادامهش میدی، بعد دوباره اینجا میدی، یه سری اضافه میمونی، منفی بی نهایت میدی. حالا اگر فرضت برعکس بود،
اول مسئله فرض میکردی ام بزرگتر از تیه، همه رو از بالا به پایین میرفتی جایی که از پایین به بالا بری، اون پایین هرچی میومد مثبت به نهایت میدادی به همین سادگی. اگر کسی هنوز حل نشده بگه حلش کنیم، همه حلید، کف کردم ای خدا. خب اما بریم اوکی خب کجا بودم، اما بریم سراغ مسئله بعدی. من قاطی کردم بچه ها، من از دست دادیم. خب بریم سراغ مسئله بعدی، مرتب سازی ستونی روی مش. خدا طراحش نگذره اینا رو الان باید طراحش بیاد حل تمرین بذاره. من بدبخت الان نمیدونم بعد چرا انقدر سوال سخته آخه، نمیفهمم حقیقتا، ولی سخته دیگه داده دیگه. ولی میگم تو امتحان اینجوری هم خیلی بعیده ببینید مثلا سوالی که انقدر راه حل داره، این یه نوع راه حله، یه راه حل دیگه است که میشه برای این سوال داد. میبینی مثلا انقدر راه حل داره خیلی مناسب امتحان نیست، فقط انم نمیاد. ولی خب حالا ما اینجا یه بررسیش میکنیم که نگید بررسیش نکرد. خب بریم مش. الگوریتم جدید رو برای مرتب سازی اعداد روی شبکه مش دلخواه در نظر بگیرید. مش اونم n در m، یعنی لزوما مربعی نیست، به نحوی که n عددی زوج و m یک مقسوم علیه n باشد، m به n تقسیم بشه. آخه سوال دیگه ایم که بخوام براتون حل کنم، خب وایسید کاری بکنم، بذارید اینم حل کنم از سورت، بعد برمیگردم اینم یه توضیح میدم دیگه، پنج توضیح نمیدم. ها هفته هفته حل کنم. آره آره خوبه. انیمیشنه بود میگو خوبه خوبه جوبه جوبه. خب هفته هفت. خب همونطور که مستحضر هستید ما گفتیم که آیه کنت بچر اومد دو تا اپروچ معرفی کرد برای ساخت سورتر نتورک ها. یه اپروچ بایتونیک بود که خیلی چیز سمی بود و دیدید تو مثال قبلی و یکم اذیتمون کرد. این یکی آدیون متده که خب خیلی راحت تر و شاید شیرین تره. توی کتابم اگه این کتاب های دکتر باشه اینجا اومده احتمالاً بچر سورتینگ بود که توضیح داده، گفته دیگه، گفته آقا ما موقعی که میخواییم با بچر سورت بکنیم داستان اینه که یه دنباله سورت شده داریم که اینجا نوشه first sorted sequence x second sorted sequence y، میام دوتا مرجر میذارم، یکی even merger یکی odd merger. الان اگه نگاه بکنین مثلا x0 با y0، x2 با y2، درسته؟ y0 با y4، y2 با y6، خونه های زوج به ترتیب از بالا شروع میکنن با همدیگه مرج شدن. مثلا خونه اول این با خونه اول این، خونه زوج بعدی این با زوج بعدی این، حتی اگر x ها تموم شد زوجه بعدی y رو با همدیگه مقایسه میکنیم. بعد که این مقایسه ها تموم شد چیکار میکنیم؟ میایم از بالا اولی رو ولش میکنیم و اینا رو دوتا دوتا با همدیگه یه کامپریتور میذاریم. پس اولی رو ولش میکنید، یعنی این وی صفر رو ول کنید، درسته؟ چون یه خروجی اینجا وی صفر دارم یه وی یک دارم دیگه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ایکس صفر داره با وای صفر مقایسه میشه، بنابراین یه خروجی وی صفر اینجا میگیرم یه دونه وی دیگه هم اینجا میگیرم. چرا این وی یکه؟ چون ایکس دو داره با وای دو مقایسه میشه. اون سیم هایی که مقایسه میشن رو من میام به ترتیب شما رو گذاری میکنم از صفر تا میرم جلو، میشه وی صفر وی یک وی دو وی سه وی چهار وی پنج. میگم وی صفر رو بذار کنار، باقی رو با هم دیگه شروع کن مرج کردن، یعنی وی یک وی دو وی سه وی چهار، اگر اینجای وی شیشی هم بود وی پنج وی شیش، خب چون نیستش دیگه لازم نیست وی پنج رو با چیزی مرج کنه. این میشه ایون. آد چی میشه؟ خونه های فرد با هم، ایکس مثلا ایکس یک با وای یک و ایکس با وای سه و چشام در اومد وای یک با وای پنج
بعد که این کارو کردی، خب خونه‌هایی که شروع کردی مقایسه کردن و اون سیمایی که مقایسه کردی، یعنی از اینجا تا اینجا، شروع کن شماره گذاری کردن W0 W1 W2 W3 W4 W1 رو بریز، W0 رو بریز دور، W1 رو به W2 وصل کن، W3 رو به W4 وصل کن و قص علی هازا که چون دیگه W5 W6 نداریم اینا رو به هم وصل کن. موقعی که ایون مرجر تموم شد، بعدش آد مرجر تموم شد، دوباره بالا اولین سیمو بریز دور، دوتا به هم دیگه وصل کن، بیا پایین رو تمامش کن بره. این میشه بچز ایون آد مرجینگ نتورک. حالا اینکه چی تو سر اون بدبخت گذشت یه چنین ایده ای به ذهنش رسید و اثبات کرد درست و تو این 6 ده میش که نتونسه راه حل بهتری بده، من باش کاری ندارم، من میخوام این مسئله رو حل بکنم. اوکی، این مسئله رو میخوام حل بکنم. خب مسئله ای که من داده اینه، میگه که شما از زیرو وان پرینسیپل استفاده کن و اثبات بکن که مثلا این یه ولید سورتر نتورک نیست. خب و گفته بر اساس ابزرویشن تو بخش A نشون بده که من چطور میتونم اینو اوکیش بکنم. خب بیا بهت نشون بدم. من این شبکه‌ای که اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید و میام به این صورت مقداردهی میکنم. مثلا فرض کن ورودی که تو اعداد دسیمال میدم اینه 3 4 6 5 7 8 و با توجه به این که میخوام اینو با اصل 0 و 1 ردش بکنم، میام نظیر اینها 0 و 1 میذارم. مثلا میگم 3 و 4 و 5 میشن 0، 6 و 7 و 8 هم میشن 1، نصف 0 نصف 1. بعد که این 0 و 1 رو گذاشتم، موقعی که مقایسه تموم میشه میبینم همه اینا سورت شدن، فقط این دوتا خونه جاشون تغییری نکرد. یعنی نگاه میکنم میبینم این یکه، این سه و دوری سری یک، در صورتی که همونطور که میدونید اگر جای این صفر و یک عوض بشه اون موقع است که میگم سورت شده، یعنی 5 و 6 انگار جاشون با هم هیچ تغییری نکرده. و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که گفتم این دوتا خونه بینشون هیچ کامپریتوری نیست. اگر شما نگاه بکنید، یعنی اینجا ها که نیست، اینجا هم که نیست، اینجا هم که نیست، درسته؟ یه چیز جالب بهتون بگم، این یه سورتر سه ورودی است، اینم یه سورتر سه ورودی است. اگه خروجیش هم نگاه بکنید درست سورت کرده 0 0 1 0 1 1. خب یعنی اومده با دو تا سورتر سه تایی خواسته سورتر شش تایی سورت کنه. منتهی مرتبه بحثی که هستش چیه؟ بحثی که هستش اینه که بایستی بعد از اینکه این دو تا رو سورت کردی، خروجیاشون رو اینجوری با هم سورت کنی، خونه 0 رو به خونه 0، خونه 1 خونه 1، خونه 2 به خونه 2، درسته؟ بعد دوباره چیکار کنی؟ 1 به 0، 2 به 1، و اینجا هم باید مثلا بگی که 1 به 0، یعنی اینجا یه دونه دیگه باید اضافه میکرد، همینو بازگشتی ادامه میداد و اینجا هم یه دونه به این اضافه میکرد و تمامش میکرد، ولی اینو نداره، درسته؟ تو بخش ب من اگر این نارنجی رو اضافه بکنم این اوکی میشه. باور نداری میدونی با 0 و 1 هم اثبات بکنی. یعنی اینجوری خیلی آسون بود بخش الف و بش. الفش فقط میگفت اثبات بکن غلطه، که شما یه ورودی خاص به همین دیدی اثبات میکنی غلطه. بخش بهش هم گفتی یه دونه اضافه کن درست شه، من یه دونه اضافه میکنم درست میشه. بخش سه چی گفته؟ بخش سی گفته use Batcher's odd even merge method to redesign the right half of the sorter of part B. داستان اینه که میگه آقا خب من قبل از اینکه اینو شروع کنم به گفتن یه دقیقه برگردم به کتاب. خاطرتون هست اینجا رو که داشتم خدمتون توضیح میدادم، اینجا اینجوری کنم کامنتاتون رو ببینم. اگه خاطرتون باشه ما که داشتم اینجا رو توضیح میدادم گفتم x سورت شده است، y هم سورت شده است، درسته؟ خب گاهی اوقات دنبالایی که من میدن سورت شده نیست، خودت سورتش کن. مثلا اگر یه دنباله 6 تایی میخوای به عنوان ورودی بگیری و با استفاده از روش ایون اد مرجینگ نتورک بچر سورتش بکنی، بیا یه ستایی بذار، ستایی اول سورت کن، یه ستایی بذار، ستایی دوم رو سورت کن، بعد با این روش برو جلو. خب حالا بحثی که هست اینه، میگه آقا سمت چپ این نتورکی که به ما داده، میگه خب این اومده انگار این دنباله 6 تایی رو تبدیل کرده به دو تا دنباله ستایی و هر کدومش رو جدا جدا داره سورت میکنه، اینو سورت کرده، اینم سورت کرده، درسته؟ خب از اینجا به بعد من میتونم آدیون بچر بزنم به جای اینکه اینجوری سورتش بکنم. تو سوال سی هم همینو میگه دیگه، میگه آقا کاری که بعد انجام بدی اینه، برو سمت راست نیمه راست اون سورتر پارت بی، یعنی اینجا رو با استفاده از تکنیک آدیو مرج بچر هندلش کن. خب من این کارو میخوام هندلش بکنم. خب بچر چی میگه؟
اندووم میگه آقا یه ایده بازگشتی داده دیگه، میگه اندووم سورت کن، اندووم سورت کن، یک مرجر اندووم اندووم بساز. یعنی انم شیشه، یه تری سورتر، یه تری سورتر بزنم و یه تری تری مرجر، که تری تری مرجر منم دوتا مرجر میشه، آد مرجر، ایون مرجر، آد مرجر. یه سوال اینو از شما میخوام بپرسم، یکم بهش فکر کنید. اگر من جای ایون اول آدو مرج کنم، بازم همچنان درسته؟ این سوالو من نمیخوام بهش پاسخ بدم، همینجوری فکر کنم میشه بجونتون انداخت. اگر جای آدو با ایون عوض بکنم، آیا بازم درست سورت میکنی؟ حالا میگم اوکی، من یه تری تری ایون مرجر باید درست کنم، یه تری تری آد مرجر و سورترام که سر جاشه. خب سورترامو سر جاش نگه میدارم، این یه ستایی سورت میکنه، اینم ستایی. خب ایون مرجر چی میگفت؟ خونه صفر و خونه صفر، پس x صفر به y صفر، زوجا رو با هم، x2 به y2، x2 هم به y2، درسته؟ خب پس چیز دیگه ندارم سورتش بکنم، میام چیکار میکنم؟ چون دیگه ندارم دیگه، یعنی مثلا بعدی بعد میرفت یکم پایین تر دیگه، مثلا بعد 4 تا سیمرغ قد بکنه، اینجا 3 تا رو قد میکنه، یکی دیگه نداره که من بهش وصل بکنم. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ خب اینا رو با هم دیگه سورت کردی، میام بله، این میشه v0، این میشه v1، این میشه v2، اینم میشه v3. گفتم وی صفر رو بندو دور، وی یک رو به وی دو وصل کن، وی سه رو به وی چهار، که چون وی چهار نداریم همین یه دونه وصل میشه، درسته؟ بیا تو آد مرجر، تو آد مرجر ایکس یک رو به وای یک وصل میکنم، دیگه ایکس هم ندارم و دیگه چیز دیگه هم ندارم، درسته؟ خب این میشه چی؟ دبلیو صفر، این میشه چی؟ دبلیو یک. گفتم دبلیو صفر رو ول کن، دبلیو یک رو به دبلیو دو وصل کن، دبلیو دو ندارم پس وصل نمیکنم. ایون مرجر اوکی، آد مرجر درسته، گفتم خونه اول بریز دور موقعی که تموم شد، اینا رو دو تا دو تا به هم وصل کن، که وصلم هم کردم. بنابراین تونستم چی بسازم؟ تونستم بچرز ایون آد مرج نتورک رو بسازم توی بخش سی که ساختم، تموم شد. و بخش دی، بخش دی میفهمید که compare the design of parts B and C with respect to cost and delay. خب ما مریت هامون یا مریتمون به قول آقای پرهامی، یا کلن اون معیار سنجش این که این نتورک به درد میخوری یا نه، سه تا عنصر، یکی cost، یکی delay، عقب و قلم نوشتم دیگه، این دست هم داره خوب میشه، یکی هم کاست چیست زب در دیلی، که این معیار مهمیه، مهمی آی ام پی مخفف ایمپورت. خب کاست تعریفشی بود تعداد کامپریتور، دیلی تعریفشی بود تعداد صد، و کاست زب در دیلی میشه تعداد صد زب در تعداد کامپریتور، درسته؟ خب من میام چیکار میکنم؟ میام اینجا بررسی میکنم دیگه، میگم آقا شما اینجا چند تا سطح داری؟ خوب دقت کن، یه سطح، این دوتا با هم مقایسه میشه، این دوتا دیگه نمیتونن با هم مقایسه شن، چرا؟ چون این سیم درگیر این مقایسه است، پس اینا همزمان نمیتونه انجام بشه. یه سطح اینجا داری، یه سطح اینجا داری، یه سطح هم اینجا داری، این شو سه سطح، درسته؟ اگر قبول داشته باشی اینم با هم ستاشون انجام میشه، چون سیمای دیسینکیو دارن با هم دیگه مقایسه میکنن، این دوتا هم همینطور، این بدبخت هم تنها همینطور، اینو نمیتونم با این دوتا انجام بدم، چون این سیم درگیر یک کامپریتوره، این سیم هم درگیر کامپریتور دیگه است، نمیتونم همزمان که دارن با اینا کامپر میشن با یکی دیگه هم یک کامپریتور دیگه هم سرشون بذارم، نمیتونم این کارو بکنم. بنابراین 6 تا سطح میشه، پس دیلی من میشه 6، خوش اینا هاش، دیلی من میشه 6، ماژولام هم 12 تا سیه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 6 ضرب در 12 72. بیایم اینو بررسی کنیم، با زوری 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت، عرضم به خدمتتون 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 12 ضرب در 6 72، و همونطور که ملاحظه میکنید هر دو موضوع کننده شرایط یکسانی دارن و هیچ تغییر فرقی با هم دیگه نمی کنن، چون مسئله دی می گفتش که مقایسه شون کن، ما مقایسه شون کرد. اینم از این،
بین 5 و 4 من 4 رو یه توضیح ریزی بدم که یکم تو باب بیاید ببینید داستان به چه صورته. 5 دیگه حالا ایشالله با خودتون، من پاسخنامه‌شو گذاشتم و مسئله‌ای هم نیست. میتونید بخونید. مسئله 4 روی یه شیرسورته، شیرسورتمون هم روی مش ان در ام، و ان هم عدد زوجیه و ام یک مقسوم علیه ان، بنابراین ان تقسیم به ام میشه بخش پذیره، و به عنوان شرط آخرم ان بزرگتر مساوی 2 به توان ام 2 رو میذاره، که جلوتر میفهمیم چرا اینو میذاره، و حالا یه حدس و گمانایی هم هستش که این 2 میتونه حذف بشه و ان فقط بزرگتر مساوی ام 2 بشه، حالا کاری به اون نداریم، ما رو اصلا چه به این حرفا. ادامه میدیم. الگوریتم شامل 8 فاز است که در فازهای فرد یعنی فاز 1 3 5 7 ستون ها از بالا به پایین مرتب میشن، و به همین جهت به آن الگوریتم مرتب به آن الگوریتم مرتب سازی ستونی میگن. در هر یک از فازهای زوج بنا به توضیحات زیر عملیاتی خاص صورت میگیرد. خب آقا یه سری عملیات خیلی وحشتناک نوشته دیگه، مثلا میگه ترانهاده ماتریس به دست میاد که یه ماتریس ام در ان میشه، بعد هر ام عدد متوالی در هر یک از این سطر ماتریس در حکم یک سطر از یک ماتریس جدید در نظر گرفته میشه تا بار دیگه ماتریس ان در ام رو بسازه، و از اونجا که ام به ام تقسیم پذیر است هر سطر از ماتریس تعاونده به ان ام سطر در ماتریس جدید بدل شده. حالا اینه یعنی چی جلو تمیم و و و و و خب من میگذرم این صحت الگوریتم رو به کمک اصل 0 و 1 اثبات کنید، با اعمال تغییرات لازم در اثبات بخش الف نشان دهید که حتی با حذف این شرط که ام یک مقسوم علیه ان میباشد الگوریتم همچنان درست کار میکنه. این اولین بار آقای لیتون یه مقاله میده و توش توضیح میده این قضیه رو دیگه. In this section we describe a simple sorting algorithm that we call column sort. آن یه چیز دیگه راستی بگم، من این سوال رو خب آقای معینی ترک کرد، یعنی قرار شد که من سوال فصل 7 رو برسونم، ایشون سوال فصل 9 و ایشون رفت سمت مقالات، منم سعی کردم سوالام خیلی سخت نباشه. بعد یه اشتباهی داره این، اونم اینه که فکر کنم امروز من دیدم، یعنی من تا امروز خیلی روی سوالات فکر نکرده بودم، اونم اینه که توی این بخش ستون محور ایشون سایت زده 8 اون پایین خورده رو میجر، این کالم میجره. حالا کسی از بچه‌ها اعتراضی نکرده، احتمالاً شاید اصلا انگلیسیشون نرف نگاه بکنه، ولی خلاصه اگه اون پایین رو میجر دیدید همون کالم میجر. خب آیا لیتون این مسئله رو مطرح میکنه، اسمش هم میذاره کالم سورت، و همونطور که ببینید میگه آقا تو استپ فرد داریم، تو اینا فقط کالمنا سورت میشن، و استپای زوج هم شروع میکنه کدومو توضیح دادن و جاستیفای کردن این که درست داره کار میکنه، و حتی یه توضیحی هم جلوتر میده که اینجا ها فکر کنم column sort provides an efficient way to sort n numbers given that we know how to sort r numbers where rs مساوی n و s rm و این، که شروع میکنه توضیح دادن که اگر این دوتا چیز نباشن، یعنی به هم دیگه بخش پذیر نباشن، اینجا میگه دیگه این and in can be removed provided that r is one larger، و حالا اون بخش برم یه جورایی توضیح میده. منطقه مرتب اثباتش مبتنی بر یه مثاله، حالا میتونید بخونید. بعد آقای کورمن اون سی سی ال ار اس یه مقاله دیگه میده و همین الگوریتم آقای لیتون رو شروع میکنه بررسی کردن. This section describes Layton's original column sort algorithm using the 0-1 principle. یعنی بحثی کسیش اینه که این بنده خدا موقعی خواست اینو اثبات کنه از اصل 0 که استفاده نکرد، ولی آقای کورمن اومد الگوریتم ایشون رو با استفاده از اصل 0-1 principle اثبات کرد. برای همین دوستان بعد اثباتایی که می نویسن خیلی شبیه به اثبات آقای لیتون، شبیه اثبات آی کورمن باشه نه آی لیتون، چون آی لیتون بنابر اساس 0 و 1 اثبات نکرده و صورت سوال از شما صراحتا خواسته که با استفاده از 0 و 1 استفاده بکنه. من حالا جواب رو نگاه میکردم، معلوم بود که بچه ها مقاله رو پیدا کردن، یه تعدادیشون و ایده هاشون شبیه همین مقاله بود، مثلا خانم قادران و خانم امینی به نظر میرسید جوابشون درسته. من حالا البته تحصیل شروع نکردم هنو، ولی چشمی نگاه میکردم به نظرم درست بود. و حالا اینجا کورمن شروع میکنه اثبات کردن و میگه که اگه اون دیوایزابیلیتی ریستریکشن هم برداریم چه بلایایی سرش میاد. این پاسخ خانم قادران اگه اشتباه نکنم، خودشون هم حالا سر جلسه هستن. ما رو این یه دور میریم جلو، اگر دوستان خودشون هم هستن دیگه، بازم سوالی جایی بود یا من جایی اشتباه گفتم شما بگید، چون من خودم حقیقتا امروز روی سوالاش وقت گذاشتم و احتمال اینکه خطا داشته باشم به حال هست.
اینه که خب ایشون سوالا رو به این صورت جواب داده همونطور که ملاحظه میکنید. خب این فکر کنم این بخش دیگه درسته. آه اینجا سه، اینجا هم که صورت سوال نزده یعنی چهار قطعا احتمالا زده. نه نزده. خوب خوب، مرحله اول که میشه مرحله فرد، ستونا رو ما از بالا به پایین شروع میکنیم شورت کردن و همونطور که میبینید یه تعداد صفر اون بالا مالاها میمونه، من یکم دیگه زوم کنم، یه تعدادم یک اون پایین ماینا میمونه، درسته؟ خب خانم قادران شما الان هستی پای سیستم؟ خب اگه جایی چیز بود دستتون رو بگیرید بالا یکی بنویسید، من اینتراب بدید که من هنده، چون من جواب شما رو خوندم خیلی شبیه جواب کرمن بود و به نظرم هم درست میاد دیگه، حالا دوستانم جاستیفای میکنن. به هر حال سوالی کم سوال چالش برانگیزیه، ما بررسیش میخوایم بکنیم دیگه. بذار اینا ریسیشو ببندم، اینو میتونم ببندم، فقط اینکه اینو ببندم. سوال پنجم یه مقاله دیگه ای ارائه شده که رف سورت خیلی معروفه این الگوریتم، که این الگوریتم میگه من توی ان لاگ لاگ ان مساله رو حل میکنم. من خودم امروز داشتم این مقاله رو میخوندم، یه پاراگرافیش برام خیلی مبهم بود، اونم اونجایی که میگه برای اینکه بخواد لوگ لوگ بشه بس رادیکالی بریم جلو، من پیداش نمیکنم پاراگرافشو، زور داشتم میخوندم بود ولی الان پیداش میکنم. یک بخش از خود این مقالهش هم من نفهمیدم، یعنی خیلی به نظرم یا با این دید اون بخش رو توضیح داده بود که مخاطبش بلده، یا پیچونده بود که بعیده. خب بخواه چون این مقاله رو فکر کنم آقای لیتون هم به سایت دادن، من حالا دقیق یادم نمیاد کجاشه، ولی حالا اینم میتونید بخونید بعد جواب دوستاتون هم میتونید بگیرید اگه دوست داشتید، حتی ما میتونیم جوابشون رو براتون قرار بدیم، چون اینو آیه معینی بعد براتون حل تمرینشو میذاشو بررسی میکرد ولی حالا نکرده. من باز حالا باشون صحبت میکنم که حداقل برای این سوال یه حل تمرین بذارن اگه لازم شد یه فیلمی چیزی ضبط بکنم، ولی حالا من بیشتر میخوام اون سوال قبلی رو توضیح بدم که خودم بهتر حقیقتا فهمیدمش. اگرم بین دوستان کسی هستش که سوال 5 رو حل کرده و به نظرش درسته حلش، میتونه دستشو بیاره بالا ما دسترسی بدیم، بعد توضیحات بنده توضیحم بده، هیچ مسئله‌ای هم نیست. بنابراین فقط ایزه دیگه من اینو ببندم دیگه، این فایلم براتون قرارش دادم رو سایت و اینم مال کتاب، اینم ببندیم، این دیگه بشه یه نوعی آخرین سوالی که میخوایم الان با هم دیگه بررسیش بکنیم. خب حتی یک شورا سوال رو نیبستم بستمش، حال مانش تو محله اول چون محله فرد اینا ستونی سورت میشن، یه سری صفر اینجا اونو یه سری یک که خب میرید بنابر اصل صفر و یک اینجوری هم ایشون نمایششون داده. تو مرحله دوم میگه ماتریس رو ترانسپوز کن، چپکیش کن، A1 T ترانسپوز شده اینه که ترانسپوز میشه و چپکی. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که میگه شروع کن از سطر این امتا امتا وردار و بذار توی اون قالب ماتریس اولیه. این ماتریس اولیه که من داشتم N در M بود، یعنی هر سطرش اندازش M بود، الان هر سطرم اینجا اندازش Nه، Nم گفتیم به M تقسیم پذیره، درسته؟ یعنی n امون بچین زیر هم، یعنی این یه دونه سطر رو من اگه اینجا بخوام بردارم و بذارمش توی A2 انگار n امون سطر رو میچینم زیر هم، بنابراین یه سری صفر یه سری صفر صفر تا زمانی که دیگه صفر رو تموم میشه و میرسیم به یک، میشه صفر و یک، اگه جایی به بعدش هم دیگه کاملا یکه میشه یک یک یک. پس اینجایی که ایشون با یک روشه خیلی کمرنگ مشخص کرده میشه اولین سطر A1 تی که اومده توی A2، درسته؟ و اتفاقی هم که میفته اینه که من یه دونه سطر درتی دارم، سطر درتی سطری هست که صفر و یک رو با هم داره. من هر وقت میگم درتی منظورم از یه سطر درتی سطریه که صفر و یک داره و یه دونه داره و دوباره میره سراغ سطر بعدی سطر بعدی و همینطور میبینید که این کار میکنه. خب موقعی که A2 حاصل میشه که قراره تو محله دو هم این A2 به این صورت حاصل بشه، اتفاقی که میفته اینه که انگار من ان اموم بلوک دارم، هر کدوم این کروشه‌هایی که ایشون کمرنگ کشیده میشه یه بلوک، ان اموم بلوک دارم که هر بلوک یک سطر درتی داره و در مجموع میتونم بگم ان اموم سطر درتی دارم، درسته؟ خب حالا بحثی که هست اینه که اینو شروع میکنن ستونی سورت شدن. چرا؟ چون معلیسه فرد دیگه، ما گفتیم تو مراحل فرد ستونی سورت میکن. موقعی که اینا رو شروع میکنیم ستونی سورت کردن، اتفاقی هم که میفته این که این شکلی میشن، یکا میره پایین صفرا میاد بالا. خب
و تو بدترین حالت هم این اموم سطر درتی سر جاش میمونه. این تو بدترین حالت، یعنی ما داریم کلا ورست کیس رو نگاه میکنیم دیگه، ولی مثلا ممکنه از این ان اموم یکی دو تا سطر روکیشن، ولی ما دیگه داریم حالا بدترین حالت رو نگاه میکنیم. و اتفاقی دیگه هم که میفته اینه که یکا اینجوری باید نزولی بشه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب نقطه شکست همواره اینجا دیگه، یعنی یه جایی نزدیک سمت راسته، بنابراین وقتی من اینا رو سورت کنم ستونی سورت کردن، راست راستی ها بیشترین یکو دارن، بعدش چپ چپی ها و به همین ترتیب دیگه کمترین یکو پیدا میکنه و میان پایین. بنابراین توی مرحله سوم موقعی که من سورت رو به صورت ستونی انجام میدم، انگار ماتریس هم سه بخش میشه، ان امومش درتیه، بالای این ان اموم صفر، پایین این ان اموم یک، درسته؟ خب مرحله چهارم گفته که چیکار کن، دوباره گفته ماتریس رو چپکی کن و یه کارایی هم گفته بود انجام بده که من الان یادم نمیاد، یه دقیقه وایسی من سوال پیدا بکنم، اگرم شما یادتونه بگید، من خیلی خاطرم نیست که میگفت چیکار بکن، یه سوالی بود دیگه پیدا کنم. ها پیداش کردم، نه پیداش نکردم. چرا پیدش؟ ما همینجا بود. آه پیدش. خب ایزه بدید ما یه دور دیگه ای شیر کنیم اینو با شما. خسته شدید نه؟ این هفته رو فکر کنم این کتاب پرهامی شدید، انقدر پرهامی خوندید. حتی ایشالله دیگه ها. تمام میشه ایشالله. بعد این ضیافت لیتون شروع میشه. خب عده من خودم متن لیتون خیلی بیشتر دوست دارم، به نظرم لیتون خیلی باحال تره، ولی حالا سوال اینجاست. خب فاز چهارم بود، فاز چهارم، این فاز عکس فاز دوم است، به این معنی که هر ان اموم سطر در یک سطح در نظر گرفته می شود و یک ماتریس جدید M در N به دست می آید، در ادامه عملیات ترانه‌نواده روی این انجام می شود. خب داستان اینه که میگه اینو چپکیش کن و شروع کن اینا رو پر کردن. آها خب بحثی که هستش چیه؟ ببینید بحثی که هستش اینه که این N امومه، درسته؟ خب قبول داریم که ما اگر یه سطح بخوایم اینجا پر بکنیم، سطح اندازش Nه، درسته؟ این همه قبول دارید؟ سطر اندازش N. این N اموم توی بهترین حالت توی یه سطر قرار میگیره، چون N اموم اینجا ما اینجا M داریم، اینجا هم N داریم دیگه، درسته؟ برای اینکه این مثلا این N اموم من میتونم توی یه سطر بشینم، چون M تا سطر N امومه، میتونم توی یه سطر جاش بدم کل اینا رو، منتها این مرتب یعنی یه دونه درتی، یه دونه سطر درتی داشته باشم موقعی که این مثلا این الان من شروع کنم پر کردن دیگه، این ماتریس رو چپکی کردم، ترانسپوز کردم، میخوام از این شروع کنم پر کردن، میگم اوکی 0 0 اینو برو بزن اینجا، دوباره 0 0 رو بعدیو برو بزن اینجا، 0 0 رو بعدیو برو بزن اینجا، بزن اینجا بزن اینجا بزن اینجا بزن اینجا بزن اینجا، یه اتفاقی میفته اگر تعداد سطرهایی که تماما صفرن خب به این بخش پذیر نباشه، اتفاقی که میفته چیه؟ یه کدوم از این سطرهای A4 با صفر که پر میشه قبل از اینکه سطر تموم بشه میرسن به سطرهای درتی و مجبورم یه سطر درتی توش بذارم. مثلا شما فرض کن من اینم 20ه، امم 4ه، خب اینم 20ه، امم 4ه، و فرض کن من سه تا سطر صفر دارم، سه تا سطر دارم که تمام صفره. خب اتفاقی که میفته چیه؟ موقعی که دارم سطر اولو با صفر فور میکنم، سه تا صفر میذارم، سه چهار تا میشه 12، دو تای دیگه باید بذارم، اون دو تا میشه درتی چون صفرم تموم شده، و اگر تعداد درتی ها تقس بشه 20 ان اموم، ان 20 ام هم 4، 20 تقسیم بر 4 میشه 5، از این 5 تا دو تا درتی گذاشتم، سه تا درتی دیگه میمونه، این سه تا درتی میاد پایین. یعنی میخوام بهتون بگم که ممکنه حالتی به وجود بیاد که تمام این درتی ها تو یه سطر جا نشه. ببین مثلا
من اگر 5 تا 100 رو داشتم تمام صفر بود، این 5 تا 100 تو یه دونه چیده میشد کامل خوشگل. چرا؟ چون اینم 20 دیگه. ببخشید من اگر اینم 20 یکوش قلم داشتم که اینا رو بنویسم یادم نره، اینم 20 امم 4. خب فرض کن من 5 تا 100 داشتم که تماما صفر بودن، یعنی این صفرایی که این بالا هست 5 تا بود تعدادش، چون که عرضم به خدمتتون امم 4، پس اگر 4 تا از این سطرهای 5 تایی رو کنار هم بچینم میتونم یک سطر به طول اینو پر کنم، درسته؟ بنابراین تمام این صفرا میومد تو یه سطر میشست. 5 تا سطر دارم که اندازه کدومش 4ه، یعنی ام 4 دیگه، اندازه 4. 5 4 تا 20 تا، اینم 20. پس یه سطر رو پر میکنم. این امم هم سطر درتی دارم، یعنی 20 تقسیم بر 4 5. 5 تا هم سطر درتی دارم، اون 5 تا رو میوم، ببخشید ام 4ه، من اینو قاطی میکنم، ام 4ه، 20 تقسیم بر 4 میشه 5. 5 تا هم سطر درتی دارم، درتی ها رو اینجا پرش میکنم. ولی گفتم یه حالتی ممکنه رخ بیاد که تمام درتی ها توی یه سطر نشینه. اون حالت هم مال زمانی که تعداد صفر ها، تعداد سطر هایی که صفرن مضروی از n نباشه. اون وقت چجوری میشه؟ گفتم مثلا با 3 تا 0 فرم کنم، دو تای دیگه هنوز دارم که پر بشه، اون دو تا دیگه 0 وجود نداره، بعد درتی ها بردارم، 5 تا هم درتی دارم، دو تا درتی میذارم، 3 تا هم پایینش، درسته؟ فقط ایشون یه جایی بد کشیده تو این شکلی که اینجا داره. اونم داستان اینه که از اینجا که اومده پر کرده، اینجا باید تمامش میکرده. میبینید اینجایی که من اینجایی که با موس ایستادم، اینجا باید تمامش میکرده، چون احتمالاً این دوتا بالا درتی هن، اینا درتی هن، دوتا درتی هن، اینا هم سه تا درتی هن، بعد این هم پنج تا جا میشد دیگه. بنابراین یه جوری درست میگم خانم قادران، شما خودتون هم هستین، آره اینجا بایستی این نقطه رو قطع میکرد. حالا یکم برده جلو، اشکالی نداره. خب این تا اینجای کار، بذار فرض کن اینو تو امتحانش که نمیده که، ولی حالا تمرین فرق میکنه، تمرین شما وقت داری فکر کنی، وقت داری سرچ کنی، برای همین به در تمرین میخورد، ولی به در امتحان نه. خب تاو نمیشه، حمله چهاری منو. خب این دوباره ترانسپوز میشه، ترانسپوز که بشه گفتم این انقدرش درتیه، این پایینم انقدرش درتیه، یعنی این تا اینجا صفره، اینجا این موس منو میبینی، اینا که پایینه همه صفره، اینا هم همه صفره، موس منو میبینی، از اینجا تا بالا درتیه، حالا اینجا رو موسو میبینی، از اینجا تا پایینم درتیه، از اینجا به بالا یک و کلن یک. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که میگیم آقا برو ستونی سورت کن دوباره تو فاز پنجم. تو فاز پنجم که ستونی سورت میکنی، مثلا این یکا میاد اینجا، باقی همه صفره، این یکاش هم میاد اینجا و این تیکه‌ای که با موسا نشون میدم صفره. خب حالا یه اتفاقی افتاده، همچنان تعداد سطرهایی که درتیان دوه. اگر تعداد سطرهای درتی مرتب شده من یک باشه تمومه دیگه، یعنی من اگر کلن یه دونه سطر داشته باشم که توی صفر و یک باشه و این صفر و یکام توی این سطر مرتب شده باشن، من مرتب کردم، تمومه. فاز ششم فازش اینه، میگه که بیا اینو نصف کن، این دوم شیفت بده به پایین. یعنی چی؟ این اندومی که اینجا بود توی این شکل، این اندوم این بالا وردا بذار تو اندوم پایینی، این اندوم پایینی رو وردا بذار تو اندوم بالایی، این اندوم بالایی انجا وردا بذار تو اندوم پایینش، این اندوم پایینی انجا وردا بذار تو اندوم بالایی سمت راستش، و همین ترتیب. یه اتفاق قشنگی میفته. اتفاقی که میفته چیه؟ یه هشتایی اینجا خالی میشه. چرا؟ چون شما این اندوم آخری که برمیداری میذاری این بالا، این پایین خالیه، این اندوم که اینجا برمیداری میذاری پایین اینجا خالیه، این دوتا خالی داریم که این خالی ها رو احتمالاً با منفی و مثبت بی‌نهایت پر میکنه دیگه، درست میگم؟ با منفی مثبت بی‌نهایت پر میکنه، خوش گفته اینجا با چی پر میکنه؟ با مقدار منفی بی‌نهایت منتهی به سمت راست هم یک ستون جدید که با مثبت بی‌نهایت پر میشه. خب تو فاز 6 این کاری کرد. حالا شما تو فاز 7 چیکار میکنی؟ تو فاز 7 فاز چیز دیگه، بگو اسمشو، فاز مرتب سازیه، ستونی مرتب میکنی. موقعی که ستونی مرتب میکنی چه اتفاقی میفته؟ یکا میاد پایین در کنار تمام این یکا میشینه، این صفرام این بالا در کنار تمام این صفرام میشینه. فقط یه اتفاقی افتاده،
مثبت بی‌نهایت‌ها همچنان اینجا، منفی بی‌نهایت‌ها اینجا. برای اینکه منفی بی‌نهایت‌ها و مثبت بی‌نهایت‌ها رو از بین ببرم، میام میگم که اون ان دوم شیفتی که رو به پایین دادی و اون ان دوم شیفت رو بده رو به بالا. یعنی این ان دومو ورد بذار اینجا، بعد این ان دومو اصلا اینجا ورد بذار اینجا، این ان دومو اینجا ورد بذار اینجا و به همین ترتیب. اتفاقی که میفته در آخر هم این ان دوم میاد اینجا میشینه و اون مثبت و منفی بی‌نهایت‌ها از بین میرن. حالا یه اتفاق قشنگی میفته، تعداد سطرهای درتی من یک میشه و اون یک سطر درتی هم صفر و یکاش مرتبه. یعنی از اینجا یکه و اینجا هم صفره. ممکنه بگی چرا اینجوری میشه، به خصوص تو فاز آخر دیگه. میگم اگر تعداد صفر و یکا، دوباره کیس بندی کنیم، پروف بای کیسز، اگر تعداد صفر و یکایی که اینجا هست با هم برابر باشن، یعنی ان دوم باشن، خب این ان دوم میادیم و این ان دوم هم میاد بالا، اصلا سطر درتی حاصل نمیکن. یا این صفر کوچیکتر از ان دومه، خب در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ اگر کوچیکتر از ان دوم باشن، چون این مشکی ها میان جاشو پر میکنن، کامل اینجا پر میشه. اتفاقی که میفته اینه که اینجا فقط یه اندازه کوچیکتر از ان دوم مشکی میاد، باقی سفید و همه سرخ شدن. اگرم تعداد سیاها کوچیک‌تر باشه، اتفاقی که میفته چیه؟ سیاها تا اینجا میان، نمیتونن ان دومو کامل پر کنن چون اندازشون کوچیک‌تر از ان دومه. یه تعداد سفید اینجا میمونه. در نتیجه بازم یه دونه سطر درتی دارم و اون یه سطر هم به صورت سرخ شده قرار داره. و در نتیجه یه جوری الان اثبات شد که بنا بر زیرو وان پرینسیپل، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته این هستش که اینا سرخ میشن و هیچ مسئله‌ای ندارن. خب بدبختی ما اونجاییست که اینا با هم برابر نیستن. ببخشید من دیگه چون الان یکم ترش کشیدم، بعضی وقتا احساس کنم چرت و پرت میگم. هر وقت شروع کنم چرت و پرت گفتن بگید که داره چرت و پرت میگه، یه من بگشم پایین یکم این چرت و پرت گویی. و بخش به یه سوال میگه این ممکنه به این بخش وزیر نباشه. خب یعنی انقدر تمیز اینا اینجا نشینن. ببین الان مثلا موقعی که ام به ان بخش پذیر بود، تقسیم پذیر بود، اتفاقی که میافتاد این بود من میومدم ام تا ور میداشتم اینجا میذاشتم، ام تای اول اینجا وردا بذارش اینجا سطر اول، ام تای دوم وردا بذار سطر دوم، ام تای سوم وردا بذار سطر سوم، ام تای چهارم وردا بذار سطر چهارم، همینطور برو جلو. خب این یه حسنی داشت. حسش چی بود؟ موقعی که میخواستم بلوک بندی بکنم راحت بودم. چرا؟ چون میگفتم آقا تمام سطر N تبدیل میشه به یه تعداد سطر به طول M، اضافه نداره. الان اضافه میاد. یعنی M دیگه به N بخش وزیر نیست. خب یعنی یه موقعی که اینجا من دارم ور میدارم این سطر رو، یه شکست بین صفر و یک اینجا دارم. موقعی هم که میخوام آخرش رو وردارم، اینطوری نیستش که بگه اوکی تا آخر این سطر رو ورمیداری، نه، میگه آقا تو میخوای ام تا ورداری، اینجا تا اینجا مثلا میشه ام دوم، ام دوم و بری از پایین ورداری، پایین چیه؟ صفر. یعنی دوباره یه سطر درتی دیگه درست میکنه. یعنی انگار به ازای هر یک، تو بدترین حالت ها، باز دوره دارم تو ورست کیس صحبت میکنم، تو بدترین حالت، توی ورست کیس، به ازای هر یک سطری که طولش انه، من میخوام بیارمش توی این ماتریسی که طول هر سطرش امه، به جای یک سطر دو تا سطر درتی درست بشه. یه بار موقعی که دارم این نقطه شکست بینشون رو ورمیدارم میذارم اینجا، یه بارم موقعی که رسیدم به تعدیق دور میزنم میام از این سر ورمیدارم. خب تعدیق صفره، سرش صفره، ببخشید تعدیق یکه، اون روی دیگ صفره، بنابراین دوباره یک صفر دیگه اینجا درست میشه، یه درتی روی دیگه درست میشه. خب اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته طبق چیزی که خانم قادر اینجا نوشته، دو ام سطر درتی دارم به ازای هر یه دونه اون انتا. متوجهید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، من دو ام تا سطر درتی دارم، قبول؟ دو ام سطر درتی دارم. حالا هر سطر اندازش چیه؟ ام. دو ام زب در ام میشه دو در ام به توان دو. ببین دو ام سطر درتی دارم، اینو اثبات کردم براتون. اونم زمانیه که یه بار دارم این وسط رو ور میدارم میذارم اینجا، یه بارم اون زمانیه که میرسم به تعدیق، ام پر نمیشه، مجبورم بیام از این ابتدا که صفر وردارم.
درسته. و چون ام تا سطر دارم و به ازای هر یه دونش دو بار صفر و یک میبینم، پس دو ام درتی رو دارم. درسته؟ خب توی این ماتریس ترانسپوز شده دو ام سطر درتی وجود داره، هر سطر من نزش امه. پس یه بلوک دو ام در ام که میشه دو در ام به توان دو، یه بلوک به این اندازه درتی رو دارم. این یعنی من تمام چیزایی که دارم، ببخشید اینم نیست، این فکر کنم مرتب شدهش، اینو بذارید کنم. من تمام سطرهای درتیمو مثلا اینجا رو نگاه کن، اینجا 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 موقعی که ام به ان بخش پذیر بود، خب ان امم سطر درتی داشتم، ضرب در ام میشد، میشد ان امم ضرب در ام. یعنی یه بلوکی به این اندازه ان امم ضرب در ام، یه بلوکی به اندازه ان. خب این کو؟ آره، چون ان امم درتی رو داشتم، هر رو هم اندازش ام بود، ضرب که میشد یه بلوک با مساحت ان به دست میومد. خب حالا اینجا بلوکی که دارم مساحتش چیه؟ دو ام به توان دو، دو ضرب در ام به توان دوه. برای همینه که میگه، خوب دقت کن، برای همینه که صورت سوال به شما چی گفت اون بالا؟ یه شرط میذاره، شرط چیه؟ میگه ان بزرگتر از دو در ام به توان دو. این همه قبول دارین دیگه، این شرط رو گذاشته دیگه. چرا این شرط لامصب رو گذاشت؟ این شرط رو اگه نمیذاشت اتفاقی میفته. حالا شرط رو اگه نذاشه ان بزرگتر از دو ضرب در ام به توان دو، داستان اینه، میگه تو میتونی تمام درتی روها رو تو بهترین حالت توی یک سطر، تو بدترین حالت توی دو سطر جا بدی. بهترین حالتت زمانی که آقا موقعی که میخوای یه سطر رو از اول شروع بکنی و پر کردن بخوری به این درتی روها. بدترین حالت اینه زمانی که یک سطر رو داری پر میکنی وسطش بخوری به درتی روها، چون اتفاقی که میفته اینه که اون سطر وقتی پر بشه سطر بعدی هم با درتی روها شروع میشه و دوتا درتی رو دارن. حالا موقعی هم که این اتفاق بیفته، یعنی موقعی که تو بخوری به دوتا سطر درتی، میشه شبیه این، میشی تازه فاز چهارم این الگوریتم. فاز چهارم این الگوریتم هم اینطوری بود که دوتا سطر درتی داشت. خب ادامه همین فاز رو ببری جلو سورتش میکنی دیگه، تموم شد. پس اگر ام به ان بخش پذیر نبود، با این شرط که طول ان بزرگتر مساوی دو ضرب در ام به توان دو هست، من اثبات کردم که الگوریتم درست و میتونم درست سورتش بکنم. آخیش تموم شد. این از سوال چهار. خب ببینیم خانم قادران صحبت دارم. قربونت ایمان جان. بفهمید. سلام، صدای من صدای شما رو من ندارم. یه دقیقه اجازه بدید. چرا صدای شما رو ندارم؟ خب یه دقیقه وایسید، یه دقیقه وایسید. من چون با گوشی اومدم صدای شما رو ندارم. یه دقیقه صبر کنید. الان صحبت کنید. من بازم صدای شما رو ندارم. خب وایسید یه کاری دیگه بکنم. خب یه دقیقه اجازه بدید من این میکروفون رو قطع کنم، بیام رو لپتاپ، شما صحبتتون رو بگید، بعد من میگردم رو گوشی و صحبتای شما رو جواب میدم. خب بفرمایید. من الان اگه امکانش هست یه لحظه اون تمرین من رو لطف کنیم بیارین، من یکم بالا تر قسمت الف استپ دو اگه اشتباه نکنم. بله من اینجا یه چیز کوچیکی رو اشتباه نوشتم، گفتم بگم که اشتباه نشه دوستان دارن میبینن. اینکه با توجه به اینکه ما ام تا ردیف داریم توی A ترانسپوز 1، وقتی A دوروم داریم میسازیم M تا ردیفه، یعنی N N و N M تا بلاک خواهیم داشت که M تا بلاک خواهیم داشت که هر بلاک N M تا
سطر داره و از این ام تا بلاک هر کدوم یه دونه سطر کثیف دارن و درتی دارن و توی قسمت مرحله سوم وقتی سورت میکنیم به جای اینکه من اینجا نوشتم ان امم در اصل ام تا ردیف درتی خواهیم داشت. بعد چون که کالمامون هم امه، ام ضرب در ام میشه ام دو، تا ام دو میدونیم که کمتر از ان طبق شرط سوال. با توجه به اینکه ام دو کمتر از ام، بازم از محل چهار به بعد دقیقا همین ادامه پیدا میکنه، یعنی ماکسیموم توی دو تا ردیف خواهند بود و هر چیزی که در ادامه گفته شده. یه اصلاح کوچیکی میخواسته که این به جای ان امون باید ام تا باشه. آها، یعنی شما میفهمید که اون ان امون باید جاش ام باشه. بله بله همین. آها، بسیار عالی. خب صدای من هست الان چون دوباره برگشتم رو گوشی؟ خیلی خوب. آره، این فکر کنم ایشون اینجا باید به جای انموم ام میذاش، با توجه به اینکه این سطرش امه و ما انموم تا میذاریم، بنابراین بلاک های ما ام تایی میشن که انموم سطر دارن. آره دیگه، آره بلاک های ما ام تایی میشن که هر کدوم ان امم سطر دارن، هر کدوم این سطر رو یه دونش درتیه، پس اینجا ام تا سطر درتی داریم. ولی مهم نیست. چرا مهم نیست؟ چون به قول خود ایشون در نهایت ما به دو تا سطر درتی میرسیم. چون اگر ام تا باشه من تو ان میتونم ام تا رو جا بدم، چون ام مضربی از امه. و بنابراین اینم سطر درتی هم ردیف میشه و میاد پایین و غسل حاضر دام پیدا میکنه. حالا باز اگر دوست داشتید میتونید اون اثباتای خود مقالات هم بخونید که براتون گذاشتیم، ولی بازم این کارو نکنید. سوال بعدم به نظرم سوال سختی نیست، یعنی باید شبیه به همینا باشه، منتها دیگه من نمیکشم. خب ما مطالب فصل 7 و 9 رو تقریبا تو این جلسه مرور کردیم و حالا فیلمش هم دوستان اگه ضبط کرده باشن ما حتما قرار میدیم. من خودم هم ضبط رو زدم، اگه درست کار بکنه خودم اصلا قرارش میدم. من راجع به فصل یک یه چیزی بگم، خیلی وقتتون رو دیگه الان روش نذارید. فصل یک کلا دو تا سوال خوب داره، یکیشو من تو جلسه حل تمرین براتون حل کردم، یکیشم توی تمریناتون بوده که جوابش هم الان دارید. خب میمونه فصلای مهم بعدی 2, 5, 6. فصل 2 هم تو حل تمرین قبلی کلی براتون سوال حل کردم، یعنی هر چه سوال خوبی ازش باقی مونده بود من حل کردم. خب فصل 5 و 6 هم سوال تمرین رو حل کردید، یه سری سوالم من اضافه بر سازمان براتون از کتاب پرهامی مشخص کردم، جواباشم براتون گذاشتم رو سایت هست، برید ببینید اونا رو. من پاسخنامه تمرین دورم براتون قرار میدم، خب بررسی بکنید تمرین دوم رو، در صورتی که لازم بود میتونیم یه جلسه حل تمرینم بذاریم، تمرینای فصل دورم اوکیش بکنیم که دیگه شما خیالتون راحت باشه که دیگه آقا حل تمرینام برگزار شده، همه مسائل رفع اشکال شدن و جواب اکثر مسائلم دارید، دیگه فقط بعد در ادامه وقت بذارید و بخونید دیگه. انشالله که مشکلی وجود نداشته باشه. بازم حالا اگر دوستان سوال یا نکته چیزی دارن بنده در خدمت هستم، در غیر این صورت دیگه تمام. من راستی زمان بندی هارم براتون قرار دادم، حالا آقای دکتر کمی دیر فکر کنم ایمیلاتونو دیدن و اینا، من حالا متناسب با ایمیلایی که آقای دکتر تایید کرده بودن اون جدول زمان بندی رو درست کردم، لینکش هم در اختیارتون قرار دادم. با توجه به این که حالا یکی از دوستان کلاسم که تشریف میاره مهمان هست، آقای منتظری ان اگه شما نکنم، ایشون هم میخوان ارائه بدن و آقای دکتر هم پذیرفتن، در نتیجه ما 8 تا ارائه داریم و چون 2 روزه میشه روزی 4 تا ارائه. با توجه به تایم 90 دقیقه ایمون هر کدومتون اگه 20 دقیقه ارائه هم بدید میشه 80 دقیقه. حالا سوالایی هم که آقای دکتر میخوان بپرسن در نتیجه 90 دقیقه رو پوشش میده، بنابراین حتما سر جلسه خودتون تایم خودتون تشریف بیارید و اون 20 دقیقه هم رعایت کنید که خلاصه کم و زیاد مال کم بشه، فکر کنم ایبی زیاد نداره ولی زیاد نشه. همین دیگه، امیدوارم که حالا باز اگه جلسه حل تمرین دیگه یخ بخوایم داشته باشیم تو گروه با هم دیگه هماهنگ میکنیم، هندلش میکنیم، اگرم نداشتیم هم که دیگه امیدوارم که موفق باشید و نتیجه خیلی خوبی از این امتحان بگیرید. من دیگه تقریبا حرفی ندارم، قربون شما، شما خسته نباشید، تا حالا دیداری دیگه، فعلا خداحافظ شما.